آقای کمال تبریزی عزیز، به اعتماد آنلاین خوش آمدید. خیلی ممنونم. خیلی خوشحالم که دوباره با هم میشینیم با صحبت میکنیم. من خیلی خوشحالم. در واقع یه بار نشستیم که پنبه فراستی رو زدیم. خیلی خوب راست میگی، آخرین باری که با هم صحبت کردیم پنبه فراستی رو زدیم دیگه. آره یه خودم به من گفتین که شما بیش از اندازه عصبانی شدیم، ولی واقعا هم از کوره در رفتیم. از کوره در رفتیم که خیلی عصبانی بودی اون موقع. آره، من با یک سوال طرح میخوام شروع کنم. این سریال به این خوبی، با این کیفیت، با کارگردان صاحب سبک، با نویسنده‌ای که بهترین نویسنده سریال‌های تلویزیونیه، با فیلمبردار خوب، با تهیه کننده صاحب تشخص، با آهنگساز فلان، این همه سال پشت نوبت پخش بمونه، الان این در این سریال بهترین سریالی که تو این دو سال در تلویزیون جدید، یعنی ما مدیریت جدید، پخش شده. چرا؟ من نمیفهمم اصلا. داستان چیه؟ واقعا به نظر من حجم زیادش برمیگرده به خود ساختار تلویزیون. یعنی فکر میکنم که در تلویزیون یه مشکل بزرگی که وجود داره، مثلا فرق، حالا نمیخوام، این شاید یه خورده تعریف از خود باشه، من منظورم تیم سازنده این سریال هست. من خودم واقعا نمیگم، چون واقعا افرادی که کمک کردن که این سریال ساخته بشه، از تهیه کننده بگیر تو همه عواملی که اشاره کردین، انقدر به کارشون آشنایی داشتن، علل خصوص آقای طالبزاده، علی طالبزاده، یعنی یه فیلمنامه ای نوشته بود که درخشان بود دیگه. یعنی ما اصلا بازیگرها که می اومدن صحنه ای رو که میخواستن اجرا کنن، وقتی میخوندن دیالوگا رو میدیدن، اصلا یه دونه واوشو نمیتونستن جابجا کنن، انقدر زیبا نوشته شده با در ارتباط با مقطع تاریخی که نوشته شده بود. خب خیلی، یعنی بسیار آقای طالبزاده چیره دسته توی نوشتن فیلمنامه، به ویژه سریالایی که می‌نویسه. برای من سریال دوران سرکشی رو نوشته بود که خیلی منتها اینو بذاریم بگم دیگه، چون یه واقعیتی که توی تلویزیون فرقی بین دوغ و دوشاب وجود نداره براشون، بنابراین در همین دوران ها من فکر میکنم اینطوری بوده. یعنی من کم پیش اومده تو دوره‌های مختلف مدیریت سازمان، تو اغلبش بودم دیگه، من از اول انقلاب تو تلویزیون بودم دیگه. من خیلی جا صحبت کردم. آره. گفتم من فرزند تلویزیون. آره. خیلی از کارگردان بزرگ سینما از تلویزیون شروع کردن و همشون توی در واقع تلویزیون تجربه اولیشون رو شروع کردن، بعد اومدن وارد عرصه سینما و تو رشته های دیگه هنری. ولی واقعا متاسفانه یه مدیریتی وجود داره که تفاوت لازم رو بابت اون تولیداتی که وجود داره و فرق اینا با همدیگه، اندازه و لولشون، من اصلا به مخاطبش کاری ندارم، ولی میخوام به این اشاره کنم که مثل این میمونه که مثلا شما یه سریال، به نظر من از دیدگاه مسئولین تلویزیون مثل این بوده که مثلا یه سریال معمولی، حالا با یه هزینه پیش و پا افتاده، اتفاق افتاده، جلوش رو گرفتن، به هر دلیلی نمیتونه پخش بشه، بنابراین رفته توی آرشیو و براشون مهم نبوده که ادامه این چه اتفاقی ممکنه بیفته، اگه پخش نشه، اگه پخش بشه چه تأثیراتی داره. اصولا این تحلیل ها و مدلی که مثلا ما توی تلویزیون یه اتاق فکری داشته باشیم که بگیم سریال هایی که میسازیم الان باید موضوعش چی باشه، در رابطه با چی باشه، مدل و ساختارش چه جوری باشه، از چه کسانی دعوت کنیم که بیان برای ما سریال هایی رو بسازن، یا چه کارا، یا چه خط و خطوطی رو ادامه بدیم. فکر میکنم این وجود نداره. من فکر میکنم نبوده. مختلف شما ندیدین اصلا. ببینید، مثلا من اینو بهتون اشاره کنم، خیلی انگشت شمار دیگه، یعنی جریان غالب نبوده. آقای تبریزی، که دوران سرکشی سال 80 دوره اصلاحاته، همون موقعی که دوران سرکشی رو شما دارید، خب در واقع بعدش هم در واقع عطاران میتونه خانه به دوش بسازه، متمگوریخ بسازه، بهترین طنزهای تلویزیون، نقطه چین و پاورچین، اینا همه دوره اصلاحاته. چقدر اصلاحات تاثیر داشته؟ یعنی بیرون، فضای بیرون چقدر تاثیر داشته؟ ببینید، طبیعتاً ما حالا یه گروهی از هنرمندا وقتی کاری رو انجام میدن، اتفاقات اجتماعی خیلی هم رو کارشون تأثیر میذاره، هم رو قضاوت مدیران مختلف تو جاهای مختلف. بنابراین فکر میکنم که
در واقع حرکت مردم و اتفاقات اجتماعی که رخ میده، تازه مدیرانی که حالا مثلا ممکنه خوابیده باشن بیدار میکنه که متوجه بشن که خب مردم چقدر از ما جلوترن، یعنی من چند قدم جلوتر از مدیران و همه کسانی که دارن برنامه ریزی میکنن برای اداره کشور، خب دیدگاهاشون عقب ضعیفه و این تلویزیون هم طبیعتا یه همچین معضل بزرگو داره و به خاطر همین هم است که مخاطبین اصلی خودش رو، یعنی مخاطبینی که در واقع میتونه شامل همه اقشار و گروه های اجتماعی باشه، از دست میده دیگه. یعنی تلویزیون تبدیل میشه به کانالی که فقط یه گروه خاصی رو مخاطب خودش قرار میده و برنامه‌هایی که تولید میکنه اون تنوع لازم رو نداره. بنابراین اگر یه اتفاق بیرونی رخ بده، تازه مثلا یه مدیر متوجه میشن، یه مدیر جمهوری اسلامی متوجه میشه که باید چیکار بکنه. تغییرات جامعه خیلی خیلی تاثیر داره روی چیز خیلی و تصمیمات. خیلی فکر میکنم که اصلا همین تغییرات اخیر اجتماعی باعث شده که امکان پخش سرزمین مادری فراهم شده و دوستان تونستن جرأت کنن اصلا تصمیم بگیرن که سریالو پخش کنن. و فکر میکنم که خب این خیلی تعیین کننده است دیگه، که توی جامعه اتفاقی که میفته، ما کارهایی که میکنیم برای مخاطبه، یعنی ما فیلمو نمیسازیم که بریم توی یه مثلا اتاق توی آزمایشگاهی بشینیم همدیگه با همدیگه نگاه بکنیم، فیلمو میسازیم برای مخاطب. طبیعتاً تلویزیون هم هر سریالی تولید کنه، هر اثر نمایشی که تولید کنه، باید بسازه برای مخاطبش. خب ولی این فاصله وجود داره دیگه آقای جیرانی، یعنی الان بله. شما نگاه بکنید اتفاقی که برای تلویزیون افتاده داره توی سینما هم تکرار میشه. یعنی ما فقط برای یه گروه مشخصی که یه انتظار به خصوصی از دیدن فیلم ها دارن، فقط داره برای اونها تولید میشه. ژانرهای دیگه سینمایی، تولیدات دیگه توی تلویزیون، مدل سریال های مختلف، شما نگاه بکنید چقدر سریال ها به هم شبیه هن. چقدر هم موضوعاتشون، هم در واقع روابط شخصیت ها، داستان ها، قصه ها، همه اینا یه جورایی اصلا تلویزیون که به نظر من یه جزیره جداگانه هست از جامعه. خیلی. یعنی یه جزیره مجزایی الان، یعنی احساس میکنه باید مجزا باشه جامعه کاملا. یعنی جامعه یک چیز دیگه است، خیابون یه چیز دیگه است، شهر یه چیز دیگه است، سینما هم داره به همین سمت میره جامعه متاسفه. یعنی مجزا باشه جامعه، یعنی ما هیچ دوره این شکلی نداشتیم ما که خیلی مجزا باشن جامعه. ببینید یعنی مثلا شما نگاه بکنین واقعا آیا امکان اطلاق، من همه کانالای تلویزیونی دارم میگم، کانال تلویزیون داخلی رو دارم میگم، واقعا میشه به اینا اطلاق کنیم این اسم رسانه ملی رو؟ یعنی واقعا ملی هن؟ یعنی ملی به معنای این که همه آدمایی که تو جامعه حضور دارن، چون ما بیرونشون رو که نمیخوایم، ما میخوایم داخل در واقع حریم خصوصیشون رو مدیریت کنیم اصطلاحا. یعنی ما فیلمی رو که میخواییم نمایش بدیم و پلتفرمی که نمایش داده میشه یا تلویزیونی که داره نمایش داده میشه، تو حریم خصوصی خانواده هاست. آدم هایی که توی خوده هستن میتونن تلویزیون نبینن، میتونن سویچ کلید ماهواره رو روشن کنن، کانال ماهواره تلویزیون ببینن، میتونن با همه جای دنیا ارتباط برقرار کنن. آیا در تلویزیون به این اندیشیده میشه که در یک خانواده ایرانی، منهای این که حالا صاحب چه جور طرز تلقی و تفکریه، آیا به این اندیشیده میشه که ما باید یک کاری بکنیم که به جای اینکه مثلا برن شبکه های جم رو ببینن، به جای اینکه برن شبکه های مختلف در واقع ماهواره ای رو ببینن، رغبت کنن که کانال تلویزیون رو باز کنن، یعنی پخش تلویزیونی رو ببینن، کانال 1 و 2 و 3 و 4 و الی آخر. بله بله. این ملی که شما میگین خیلی بحثه که آیا تعریف ملی در واقع چیه. من اول سوال میخوام بتونم شما چقدر آزاد بودین در دروردن ملی ترین شخصیت خود سریال داریم مصدق. چقدر شما آزاد بودین؟ یعنی در واقع ما همیشه الان ما فکر میکردیم قبل از انقلاب، وقتی انقلاب بشه، ما همه اون شخصیت ها رو میتونیم تو تلویزیون و سینما بیاریم. و تا این تاریخ که من میگم یک فیلم خوب راجع مصدق نداریم، یک تصویر خوب راجع مصدق نداریم. ببینید میدونید واقعیت اینه که ما دائما در درگیر تزاحمات سیاسی هستیم توی بخصوص تلویزیون. میخوام اینو بگم بهتون که اصلا علت این که سرزمین کهن در زمان خودش نتونست پخش بشه،
باعثش یه سری اختلافات سیاسی بود. واقعا من خودم سر در نیاوردم. به ما هم پیغام دادن که آقا شما، یعنی اون کسانی که این شلوغی رو ایجاد کرده بودن و مانع نمایش سریال شده بودن، از طریق افراد مختلف به ما پیغام دادن که حداقل این بر من اومد این پیغام از طریق تهیه کننده و ارتباطی که با افراد مختلف داشت که آقا ما با شما مشکلی نداریم، ما مسئلمون با آقای زرقامیه، ما مسئلمون با تلویزیونه، ما مسئلمون با سیستم و ساختار تلویزیونه که مثلا فرض کنید قبلا این کار رو کرده، این کار رو کرده، این کار رو کرده، ما هم الان میخواییم تلافی کنیم، ما هم میخواییم الان بگیم که نمیذاریم مثلا فرض کنید این سریال شما پخش بشه، وگرنه ما با شخص شما هیچ مشکلی نداریم. میخوام بگم که ببینید یه سری تزاحمات سیاسی وجود داره، یه سری اختلافات سیاسی، اختلاف سلیقه‌های سیاسی وجود داره، یه سری دعواهای سیاسی وجود داره که اینا سرایت میکنه به حوزه هنر، سرایت میکنه به حوزه فعالیت و کاری ما، و خب ما هم روحمون خبردار نیست که اصلا کی با کی داره دعوا میکنه. الان این جبهه الف، مثلا گروه الف ان اینا، اون این که داریم همین صحبت می‌کنیم تو گروه دومه. واقعا من نمیدونم آقای جریانی، یعنی من واقعا در طول زندگانیم هیچ وقت به این فکر نکردم که من مثلا بیشتر تمایل دارم به جبهه چپ از نظر تفکر یا به جبهه راست، یا مثلا همه آدمایی که تو اصلاحات هستن رو قبول دارم مثلا توی در واقع جناح اصلاحگرا هست، یا نه تو جناح اصولگرا. من خیلی از آدمایی هستن که تو جناح اصولگرا هم به نظرم آدم قابل قبولی از نظر من، و خیلی از آدم‌ها هستن که تو جناح اصلاحگرا هستن، آره اصلاح طلب هستن، و بازم آدم، یعنی واقعا فکر نمی‌کنم که ما اصلا اساسا نباید وارد این حوزه دستبندی بشیم و خودمون رو مقید کنیم به یک جور طرز تلقی اجتماعی. تاریخ که سند داره، سندهای تاریخ که روشنه، تاریخ که به هر حال زیاد نوشته شده، آیا تاریخ هم درگیر این جناح‌های سیاسی شده؟ متاسفانه شده دیگه. یعنی شما نمیدونید که آقای جیرانی، ما چقدر به اتفاق آقای طالبزاده توی شورای، الان یادم نیست اسمش، شورای طرح و برنامه میگفتن اون موقع، الان نمیدونم چجوریه، چقدر میرفتیم میومدیم. یعنی واقعا هم آقای پور محمدی و آقای تخشید خیلی کمک میکردن به ما، ولی نهایتا ما باید پاسخگو بودیم دیگه. یعنی هم از اون ابتدا که فیلمنامه نوشته شد و در ادامش که رفتیم سراغ اجرا و فیلم برداری کردیم، مثلا یه قسمت های آماده میشد میدیدن این آقایون توی در واقع شورای طرح و برنامه، اصلا بحثایی که میکردن با ما که مثلا فرض کنید طیب حاج رضایی چه جوری بوده، نمیدونم شعبان بیمخ و موقعیتش چه جوری بوده، فدایان اسلام موقعیتشون چه جوری بوده، نمیدونم، اصلا یه بحثای عجیب غریب. یعنی که ما میگفتیم آقا ما نگاه میکنیم به فکتای تاریخی، اصلا همه اینا رو نویسنده از روی اطلاعات و اخباری که توی روزنامه ها بوده جمع آوری کرده. یعنی مثلا فکر کن توی روزنامه نوشته آقای کاشانی الان این کارو کرد، مصدق فرض اینطوری کرد، مجلس به فلان چیز، از این فکتای تاریخی استفاده کرده برای اینکه داستانش رو بنویسه. واقعاً قصدش هم این نبوده که مثلا یه ماجرای سیاسی رو بخواد در واقع روش صحه بذاره یا با یه گروهی مخالفت کنه، فقط در واقع ایده و طرح اولیه این بوده که ما یک قصه جذابی رو روایت کنیم، مثلا رمان سرزمین کهن، روایت زندگی یک ایرانیه که در بستر تاریخی طوری این حرکت میکنه که شما تمام فراز و نشیبی که به کشور ایران گذشته و اتفاقات عجیب و غریبی رو که پشت سر گذاشته رو شما میتونید ببینید در قالب زندگی این شخصیت، شخصیت اصلی که اسمش رهیه. یعنی تمام این طراحی ها رو نویسنده بر این مبنا قرار داده که مثلا فرض کنید در مقاطع مختلف تاریخی چه رویدادهایی وجود داشته، سعی کرده اینو قصه زندگی اینو مرتبط کنه با اون رویدادهای تاریخی و اجتماعی و سیاسی. اونه که بوده، اونه که بوده، اصلا نیازی به تحقیق که منعکس شده تو تاریخ کاملا، یعنی اتفاق افتاده. حالا اینکه حق با کی بوده، کی راست میگفته، کی دروغ، اینا مد نظر نبوده. یعنی ما فقط این بحثای در واقع وقایع تاریخی رو آوردیم گذاشتیم به عنوان بستر و بیس داستانمون، و قهرمان قصه اومده توی این موقعیت ها قرار گرفته و اون اتفاقاتی که رخ داده تأثیراتی بوده که روی سرنوشت
این اثر گذاشته. به هر حال براتون مهم بوده که جنبش ملی شدن صنعت نفت جنبش مهمی به عنوان یه نقطه مهم دیگه. بله اصلا نقطه عطف رو در نظر گرفته. ادامه‌ش هم همینطوریه. یعنی ما وقتی وارد فاز دو میشیم، حالا جریان 15 خرداد پیش میاد، حالا ماجراهای مختلفی که بعدش داشتیم، هیئت‌های مؤتلفه اسلامی چی شده، چه اتفاقات افتاده، ولی بازم بدون قضاوت. یعنی نویسنده سعی کرده که قضاوت خاصی نبکنه، فقط اتفاقاتی رو که تو جامعه رخ میداده، گروه‌های مختلف رو در واقع یه جوری به عنوان بستر قصه تعیین کرده و بعد داستان بر حول محور وقایع و قصه تخیلی و طراحی شده نویسنده پیش میره. یعنی ما یه آدمی مثل رهی طبیعتاً توی تاریخ نداشتیم، ولی اینا اومدن. یا مثلا فرض کنید یه آدمای خاصی رو یه جوری تبدیل شدن به یه آدمایی که مثلا تو اون دوره مبارزات سیاسی و اجتماعی داشتن، و ادامه‌ش هم همینطور دیگه تا میاد بیرون. ادامه میره. چند فصل بوده؟ اصلا سه فصل بوده. فصل اولش در واقع همین ماجرای مصدقی از زمان تبعید رضا شاه بوده تا میاد میرسه به شهریور 1320. اون دیدم، اونا دیدم اون مقطع. مقطع بعدیش میشه مقطع در واقع 15 خرداد و اون جنبش هایی که اون موقع در واقع اتفاق می افتاده، و مقطع آخرش در واقع حوادث و اتفاقاتی که منجر میشه به انقلاب. پیروزی انقلاب 50. یعنی سال 56 50. بله، و فصل بعدی هم داشته که مربوط به جنگ میشده. آها، اونو نگرفتیم. اونو دیگه نویسنده گفت من دیگه واقعا قاطی کردم از بس فشار. یعنی سه قسمت، سه تا فاز رو، سه تا سیزن رو نوشته بود و واقعا روش خیلی کار کرده بود، ولی اینقدر واقعا ما رو شما چند قسمت دفعه اول پخش شد؟ دفعه اول چهار قسمت. قسمت چهارم دیگه جلوش در واقع گرفت. اون موقع با چه سانسورهای مواجه بودید؟ الان با چه سانسورهای مواجهی؟ واقعیتش بهتون بگم، ما اونجا اصلا تقریبا میتونم بگم سانسوری نداشتیم توی چهار قسمت اول. بله، یعنی اون چون همه کارهایی رو که قرار بود بعد در زمان قبلش انجام داده بودیم، یعنی اصلاحات کاری تمام، یعنی سعی کرده بودن که همه رو ببینن، راجبش صحبت کنن، بگن مثلا اینجا پخش دیگه چی نمیشه، پخش دیگه تقریبا هیچ کاری نداشت با ما. بعدم که آقای پور محمدی هم بالای سر این کار بود و واقعا حمایت میکرد، طبیعتا به طور عادی ما میرفتیم برای پخش. من فکر میکنم که خیلی دوچار مشکل نمیشد، ولی خب الان متاسفانه یه لیست بلند بالا میدن، اصلا یه چیزایی میگن که شدنی نیست اصلا اجر امکانه در واقع اون اصلاحات، ولی خب به هر حال بازم یه اصلاحاتی روش اتفاق میفته. بازم میرین صحبت میکنین، حل میکنین؟ من که دیگه اصلا گفتم من و آقای طالب زاده بودم به ما دوتا کاری نداشته باشین، خودشون میرن در واقع با تهیه کننده میشینن و بالاخره یه هر جوری شده یه کارایی میکنن. فقط خوشحالم از این بابت که در واقع حذفیات به صورتی اتفاق میفته که لطمه بله. اساسی یعنی واقعا احساس نمیشه، من فقط منم که میفهمم که گرفتی. یعنی من شبا با خانومم میشینم سریال نگاه میکنم از تلویزیون، کجا در اومدی، من یه دفعه میگم وای، میگه چی شد، چی اتفاقی نفتاد، چرا میگی وای، میگم نگاه کن اینجا این اتفاق میافتاد اینجا. نگاه جدید چقدر به تاریخ تو سانسورا یا چقدر مثلا چیزه؟ خوشبختانه روی تاریخ خیلی حساسیت نشون نمیدن. یعنی من فکر میکنم توی دوره‌های قبلی حساسیتی که روی تاریخ نشون داده میشد خیلی بیشتر از الان بود، و الان یه مقدار زیادی بیشتر مثلا به یه لایه‌های خیلی ابتدایی تر، یه سری مسائلی که ممکنه مربوط میشه مثلا به یک جور اعتقادات مذهبی یا یک جور مثلا فرض کنید نگاه دینی مربوط میشه بیشتر، نه اون چیزی که در واقع نویسنده به عنوان بستر تاریخی در نظر گرفته. خیلی خوشبختانه رو واردش نشد. بله. این خیلی خوبه. از این بابت خیلی خوبه. تاریخ رو پذیرفت. بله، اون پذیرفت. این نکات خیلی خوبیه که تاریخ اینش خیلی یعنی واقعا امیدوار کننده است دیگه از این بابت. چقدر طول کشید این سریال؟ یعنی تو الان فکر کنم چند سال رو این سریال بودی اصلا؟ خیلی، یعنی من فکر می‌کنم که اون موقع که پخشش جلوش گرفته شدش یه چیزی حدود از زمان شروع نگارش تا زمانی که فیلم برداری ما تموم شد و رفتیم تو مرحله پست پروداکشن فکر می‌کنم حدود 10 سال طول کشید، کلش 10 سال. بله، منتها مثلا فرض کنید ما فاز یک رو در مدت زمان 1 سال فیلم برداری کردیم، 20 قسمت رو، قسمت های دیگه هم همینطور. منتها مثلا فرض کنید که ما فاز یک رو تموم کرده بودیم، اواسط فاز دو بودیم، کلا مدیریت سازمان عوض شد. بله،
مدیر سازمان عوض شد. آقای چیز اومد دیگه. آقای زرقامی رفت. آقای بله. مدیر رفت. آره آقای نه سرافراز. سرافراز. آقای سرافراز اومد. که کوتاه بود سرافراز. بله کوتاه بود که آقای میرباقری اومد. اونجا دوباره ما دستخوش یه سری تغییرات جدید شدیم. یعنی ما فکر کنیم وسط فیلم برداری یه دفعه میام به ما. یعنی آدم فرستادن سر صحنه. نه اصلا گفتن آقا بیاین دوباره تو شورای طراحی برنامه این فیلمنامه اینجاش ایراد داره. اینجا در صورتی که ما همه فیلمنامه رو به تصویر رفته بودیم. کامل سه تا فاز تصویب کرده بودیم. وسط فیلم برداری فاز دو اومدن گفتن نه این اینجا که این شما باید این کارو بکنین این کارو بکنین این کارو بکنین. میخوایم داریم فیلم برداری میکنیم. نه مثلا خواستن آقای طالبزاده رو که بیاد یه تغییراتی روی در واقع اتفاقات و حوادثی که رخ میده. یعنی یک موشکافیای عجیب غریبا که واقعا طاقت فرسا بود برامون. یعنی ما فکر میکردیم که دیگه ما اون مرحله نگارش فیلمنامه رو پشت سر گذاشتیم، هر کس دیگه هم بیاد به اون بخشش کاری نداره. هر چوری که فیلم برداری کردیم ممکنه بیان بگن که مثلا این تصویری که گرفتین، صدایی که گذاشتین، فیلمی که ساختین حالا اینجاهاش ایراد داره، ولی نه باید بحث فیلمنامه رو با همون دوباره میکردن که باید فیلمنامه این تغییر رو دوباره برگشتین رو فیلمنامه، دوباره برگشتین روی فیلمنامه که مثلا فرض کنید ما نگاهمون به این مقطع سیاسی 15 خرداد یا مثلا این حوادثی که بعد و قبلش رخ داده، ما نگاهمون اینجوری که الان اینجا هست نیست. شما باید بیاد اینجا این تغییرات رو ایجاد کنید. در واقع یه جور انگار یه جبهه سیاسی که یه اعتقاد دیگه‌ای داره میخواد بیاد حالا روش در واقع یه تأثیراتی بگذاره، یه تغییراتی توی اون نقل تاریخی که حالا مکتوب تو همه جا وجود داشته و بر اساس اون بوده، که نه باید بیایم این تحلیلاشو بخونیم ببینیم که اون موقع چه اتفاقی افتاده، کیا چه افکاری کردن، چون واقعا مقطعی خیلی حساسی بله ببینیم. خیلی حساس. الان شما فاز دو رو ببینی خیلی سنگینه. اصلا تو مقاطع حساس تو فیلم خیلی حساس. ببینید واقعا هم کویتای 28 مرداد دقیقاً شهریور 1300 اینا هم مثلا یه نقاط عطف تاریخی وجود داره که خب همه روش نظر دارن و خب نویسنده هم سعی کرده که تمرکزش رو بذاره روی اون نقاط عطف. یعنی یک داستان، تصور ما این بود که باید یه داستان خیلی جذاب نقل کنی که در دل نقل این داستان مخاطب با تاریخ اجتماعی سیاسی ایران هم آشنایی پیدا کنه، یعنی بفهمه که مثلا از کوچه حوادثی رو اتفاقاتی رو پشت سر گذاشته که نتیجهش منجر شده به انقلاب بله سال 57. بله چه چیزه. خب این خیلی برای ما ارزشمند بود. یعنی ما فکر میکردیم که مخاطب ما و بخصوص جوونا باید بدونن گذشته تاریخشون چی بوده. یعنی اینطوری نبوده که یه دفعه مردم تصمیم گرفتن که مثلا انقلاب کنن و بعد مثلا با مهمترین نکته خیلی نکته مهمی ما اینقدر تاریخی داریم بله. ما اصلا تاریخ رو فراموش کردیم. تلویزیون همیشه یا یه مقاطعی پیشته یه در واقع فراموش کرد کاملا. یعنی این در واقع فراموشی نسبت به تاریخ سعی کردیم که ما اینا رو یادآوری کنیم. یعنی بگیم ببینید چه دورانی بوده، چه اتفاقاتی بوده، چقدر آزادی بوده، چقدر محدودیت بوده، چه چیزایی مثلا باید میتونسته اتفاق بیفته، چه چیزایی نمیتونسته اتفاق بیفته. همه اینها رو به نظر من واقعا یه شاهکاری رو خلق کرده و واقعا شما من فکر میکنم که مثلا الان وقت خیلی خوبیه که آقای طالبزاده رمانش رو چاپ کنه و منتشر کنه، برای اینکه خب توی رمان کجا هست مدتی خبری ازش چرا هستش. آقای طالبزاده یه کارایی هم داره میکنه، منم باهاش در ارتباطم، ولی واقعا رمان این نوشتار این فیلمنامه رو به نظر من اگر چاپ کنه جزو رمانای پرفروش خواهد شد و پرخواننده، برای اینکه بسیار رمان جذابیه. یعنی من یادمه که اون موقعی که برام تعریف میکرد که همین شکل و شمایلی که توی فیلمنامه هست و مثلا توی کتاب، خب تو رمان خیلی چیزا رو میتونه بیاره که ممکنه توی فیلمنامه نمیتونسته بیاره. فکر میکنم جزو رمانهای خیلی خیلی خاص میشه و رمانی که مربوط میشه به در واقع به تاریخ گذشته سیاسی اجتماعی ایران و چون حقوقش هم میدونم متعلقه به خودش، عملا میتونه در واقع این کارو بکنه. چه چیزهایی تو این تاریخ دوست داشتی که خودت به عنوان کارگردان دوست داشتی که نشد تو سریال بذاری؟ واقعا اگر دستت بازتر بود یا فکر کنیم اون نگاه ها نبود، اون آدم ها نمی اومدن مشورت بدن، خودت میذاشتی؟ ببینید واقعا فکر میکنم که خوشبختانه در واقع تلاشی که ما میکردیم و
مدلی که به این راحتی نمیپذیرفتیم که مثلا یعنی در واقع قبول نمیکردیم ازشون که این تغییرات رو توش ایجاد بکنیم. خوشبختانه میخوام بهتون بگم که اون اتفاق نیفتاد، یعنی اتفاقی نیفتاد که به این لحاظ هم نویسنده و هم من به عنوان کارگردان و هم تهیه کننده مثلا دلچرکیم بشیم که میخواستیم مثلا اینم بگیم امکانش فراهم نشد که بگیم. خیلی موارد جزئی بود، چون با هم واقعا گفتگو میکردیم، بحث میکردیم، خیلی شرایط سختی بود، دشواری بود، یعنی مدام باید ما در واقع دفاع میکردیم از موقعیت فیلمنامه، مدام باید در واقع اشارات تاریخی میداشتیم، مدام باید میگفتیم که آقا ما داریم از منظر یک آدم کاملا بیطرف که تو هیچ کدوم از این دسته ها و گروه ها نیست داریم نگاه میکنیم به موضوع. و خوشبختانه تونستیم این رو با پشتیبانی و حمایت آقای پور محمدی و آقای تخشید خوشبختانه تونستیم. مثلا خیلی آقای ارگانی بهمون کمک کرد اون زمان تو اون مقطع. الان اسمش هم به عنوان مشاوره. بله به عنوان، یعنی خود آقای ارگانی خیلی کمک کرد بابت اینکه تا جایی که امکان داره ما این موضوعات رو و این اتفاقات رو مشکل نشه. آره یعنی عوض نکنیم دیگه، یعنی یه چیزی رو نیاریم که مربوط میشه به یک تحلیلی از سمت یک جناح بخصوصی، ما اون تحلیل رو وارد نکنیم، ما فقط تاریخ نگاری کنیم، بگیم آقا مثلا در تاریخ فلان قوام اومد نخست وزیر شد و یه همچین تصمیمی گرفت که ماجرای سیه تیر رخ داد، یا مثلا فرض کنید توی اون تاریخ فلانی اومد نخست وزیر شد و یه همچین اتفاقاتی افتاد. اینا رو به عنوان اینکه و سعی هم می‌کردیم همه این فاکتور رو به خاطر تحقیقاتی که آقای طالب‌زاده انجام داده بود اینا رو توی جلسه می‌بردیم. امروز ببینید روزنامه اطلاعات تاریخ فلان صفحه فلانش اینو نوشته، ما منظورمون این بوده، تحلیل هم نمیخوایم بذاریم، میخوایم بگیم این اتفاق افتاده، این حادثه رخ داده و از این حادثه داریم به نفع داستان خودمون استفاده میکنیم. خب اینا یه مقدار زیادی در واقع دوستان رو پذیرفته میشد از طرف اونها که بله ما قصد اینو نداریم که مثلا فرض کنید یه گروه خاصی رو بیشتر جلوه بدیم توی سریال یا مثلا رو اونا صحه بگذاریم، یعنی ما داریم در واقع یه جور متعادلی نگاه میکنیم، هم اندازه‌ای که آقای کاشانی حضور داشته و نقش داشته رو داریم مطرح میکنیم، هم اندازه‌ای که مصدق بوده و در واقع اتفاقاتی که افتاده، هم اندازه‌ای که ملی‌گراها اون دوره فعالیت در واقع مبارزاتی داشتن، هم اندازه‌ای که آدمای مذهبی اهل مثلا فرض کنید هیئت ها و فلان اینا اونا هم در واقع چی میگن نقشی داشتن، یعنی سعی کردیم نقش همه رو تعریف کنیم به همون میزانی که واقعیتش وجود داشته و از هیچ گروهی تعیین نگیم، نیاییم بگیم آقا مثلا حق با مصدق بوده و همه جا کاشانی اشتباه میکرده یا همیشه حق با کاشانی بوده مصدق اشتباه میکرده، نه واقعیتی که رخ داده اینا با هم ملاقات داشتن، فلان جا مصدق اینو گفته کاشانی اونو گفته بعد فلان اتفاق افتاده، اینا رو همه رو در واقع سعی کردیم که بدون تا جایی که امکان داره بدون قضاوت خاصی، البته خب میدونی خیلی کار دشواریه دیگه در دشواری. مورد تاریخ شما بخوایم بگی که من بدون قضاوت میخوام در واقع ازش حرف بزنم خب خیلی تقریباً امر محالیه، برای اینکه شما هر چی رو بگید بله نمیشه، قضاوت باید وجود داشته، باید وجود داشته باشه، ولی خب خوشبختانه تونستیم ازش عبور کنیم. اولین اثر نمایشی در تلویزیون که بله توده یا توش نقش داره. بله 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 مثلا توده یا اولین ببینیم مثلا نمایشی. خیلی ببینیم فرض کنیم مثلا همین بحث توده یا رو من یادم اون موقع آقای زرگانی خیلی مطرح می‌کرد که تو چرا این توده ای، چون پدره رقیب بله. ناپدریش در واقع بله. توده‌ایه دیگه، خیلی میگفتن آقا این شخصیت کاریزماتیکی داره، چقدر شخصیت تاثیرگذاری داره، چقدر روی این پسره تأثیر داره، نگاه و عقایدش رفتارش تربیتی که این پسره رو میکنه که بعدها در واقع روش تأثیر داره، همه جا میبینیم که مثلا با خودش تابلویی رو که از پدرش نقاشی کرده تقریبا تو تمام مقاطع ما میبینیم، یعنی میره جاهای مختلف که زندگی میکنه، چه توی خانواده مذهبی زندگی میکنه، چه میره توی خانواده‌ای که مثلا متعلقه به جبهه ملی و اینجور چه ها هستن، یعنی ملیگرا هستن بیشتر تو مبارزات اون موقع، بازم تابلوه کنارشه، از بعد از اون میره هر جای دیگه‌ای که میره این تابلوه هست، تو اون خانواده‌ای که وابسته به دربار و سلطنت هستن بازم تابلوه پدرشو داره، این پدره همیشه کنار این هست. خب خیلی اینو مثلا آقای زرقامی خیلی مخواه، یکی از در واقع اختلافاتی که ما داشتیم با آقای زرقامی سر همین مسئله
شخصیت پدر رهی بود که امیر آقایی خیلی خوبه، بله خیلی خوب خیلی خوبه در این رول در اومده، بله خیلی خوب اجرا کرده بود. ببینیم مثلا من اینو گفتم تا حدود زیادی اعضای شورا اینو پذیرفتن، آقای زرقامی هم مسامحتن بالاخره گفت اب نداره دیگه. حالا که اینجا گفتم ببینید شما نگاه کنین پدر اینو، این پدره یه آدمیه که در اعتقادات خودش به عنوان یه آدم توده‌ای که متعلق به حزب توده است کاملا راسخ و استواره و داره میره جلو و تمام تلاشش اینه که مملکتش رو به یک سعادتی برسونه. اما چه اتفاقی برای این شخصیت میفته؟ این شخصیت توسط خود حزب توده قربانی میشه. یعنی خود حزب توده بعداً چون میریم جلو متوجه میشیم توی فصلهای بعدی که کسی که اصلا کشته اینا اصلا سیستم نبود، خودشون اینو کشتن برای اینکه بتونن یه آدم دیگه رو جایگزین این کنن و اون بتونه در واقع تبعید بشه و بره. اونو توی خود بیمارستان خود کسی که در واقع نقشه در واقع همکار اینو داشت که به اسم آقای کامرانیه که همسر خانم معتمداری هم نقششو بازی میکنه آقای حامد، اون در واقع کسیه که در واقع قربانی میکنه. یعنی ما میخواستم بگم که ببینید تو حزب تودن بالاخره یه آدمهایی بودن که کاملا صادقانه و با عشق به وطن اصلا وارد این حزب شده بودن، مبارزه میکردن با سیستم در واقع دیکتاتوری برای اینکه بتونن کشورشون رو به یه آزادی برسونن، ولی خب خود اونها هم توسط یه سری آدمایی که خب تو رده های بالاتر بودن وابستگیایی داشتن، مثلا فرض کنید به کشور به شوروی اون زمان، اونا باعث شد که یعنی اونا با خیانت هایی که اونا کردن باعث شد که این آدمای صادق یه خورده پایین‌تر که در کمال در واقع اعتقاد و صداقت اومده بودن وارد شدن، خب اینا در واقع قربانی شدن. با این تحلیل در واقع میپذیرفتن که خب حالا اشکالی نداره ما میتونیم بگیم. نگاهتون نگاه تقریبا منطقیه و در واقع آدم ها سعی میشن از یک زاویه وارد شن که ما بهشون در واقع این جبهه بندی هایی که تو سریال های تلویزیونی معمولا معموله که در واقع از سیاه و سفیدی که وجود داره سیاه و سفیدی اصلا نیست. این نکته خیلی نکته خوبیه تا اینجا که رفتیم. البته هنوز به چیز نرسیدیم، به کودتا نرسیدیم، به کودتا آخرش داریم نزدیک میشیم، داریم نزدیک میشیم به کودتا نرسیدیم، به رفراندوم مجلس رسیدیم، بله داریم بگویم به رفراندوم مجلس رسیدیم، به کودتا نرسیدیم. بله من یادمه که مثلا ما وقتی که صحنه های خیلی جالبه یه صحنه هایی رو میگرفتیم که دست برده بودن تو آرایی که مردم رفتن رأی دادن برای رفراندوم، برای رفراندوم، بعد ملت ریخته بودن توی خیابون. این نوشته توی فیلمنامه بود، ما هم داشتیم پلنش میگفتیم که میگفتن رأی ما چی شد؟ هاپولی شد. دقیقاً این صحنه هایی که داشتیم میگرفتیم درست زمان 88 بود، اتفاقاتی که تو جامعه افتاده بود و بحث این که تقلب شده نشده، اختلاف نمیدونم اینطوری و بعد مثلا فرض کنید صندوق آرا و اسمایی که در اومده و به حسن احمدی نژاد و آقای موسوی و اینا، هیچی دیگه. ما اون موقع داشتیم این پلانا رو میگفتیم، بعد تهیه کننده میگفت ما اصلا نمیدونم اینو میذارن ما پخش کنیم اصلا با این وجهی که داریم ما فیلم برداری میکنیم. من نمیدونستم که در واقع این نبود تو این تیکت، بعدن میاد این تیکت نه هستش، این پخش شد، پخش شد پس من بله. یعنی همه در واقع دارن تظاهرات میکنن و اعتراض میکنن به اینکه آقا رأی ما رو عوض کردین دیگه، از صندوق یه رأی دیگه ای اومده بیرون، رأی ما نیومده از صندوق بیرون. بله یه همچین اتفاقی که ما موقع فکر می‌کردیم این اتفاق افتاده بوده، چون ما تو خبر تو روزنامه خونده بودیم که رأی آورده بوده انحنار دیگه در تهران و شهرستان. بله رأی آورده بوده ولی تو تاریخش اعتراض کرده بودن به این که در واقع یه همچین چیزی نبوده و آرا رو در واقع دستخوش تغییر کردن، یه همچین اتفاقاتی رخ داده بوده چیزش بوده. جالبه خیلی. یعنی ما مثلا موقع واقعا تهیه کننده میگه آقا این اگه بخوایم پخش کنیم، اگه یعنی اگه سریع میرسید و این مسائل پیش نمی اومد براش، اون موقع مطمئن بودم که برای این صحنه دوچار چالش جدی میشدیم برای پخشش، ولی الان چون گذشته و دیگه در واقع به چی میگم مشمول مرور زمان شده دیگه خیلی روش حساسیت به تاریخ پیوسته. الان به کودتا دیگه میرسیم دیگه، فکر کنم که به کودتا میرسیم. از اطلاعات آخرین اطلاعات کودتا هم استفاده کردین، چون کودتا هی به روز شد آخرین. بله کاملا، یعنی اطلاعات زیادی اومده، خیلی خیلی اتفاق یعنی کودتا دیگه بعد آخر از سنه بله، رو شد بله، یعنی خود سیاه رو کرد بله بله، یه چیز بله. اینجوری هم توش اومده دیگه، یعنی توش اومده کاملا اومده که مثلا چه جوری اصلا
اول شعارهی خاصی داده میشه، بعد شعارها تغییر میکنه، بعد پول میدن، پولا وجه دلاری داره، یعنی پول ریالی نیست، میدن به کسایی که تبلیغ، یعنی یه اشارات اینجوری شده که آقا دست در واقع عوامل بیرونی درگیره که یه همچین اتفاقاتی افتاده. مثلا یک روحانی هم بوده که پول میداده اون. بله اونا... حالا ما نتونستیم روحانی بگیم، ولی چیز بود دیگه، یعنی کاملا مشخص بود که پول خیلی خوب دارن میدن برای اینکه تبلیغات کنن. یه روحانی هم بوده که پول میداده، معروف اون روحانی دیگه، همه تو تاریخ نوشته شده دیگه، تاریخ قضیه معروف قضیه. الان که آقای جیرانی ما یه ایده ای رو مطرح کردن که حالا جاش اینجا نیست بهتون بگم، ولی یه روحانی بوده که معممی بوده که بعد وقتی رفتن گذشتش رو دیدن اصلا یه چیز فاجعه، یعنی اگر بتوانیم یه همچین ایده ای رو، قصه ای رو بپردازیم و بریم جلو، ممکنه یه مثلا به یه فیلمنامه دست پیدا کنیم که عنوانش دیگه مارمولک دو باشه دیگه، اینقدر این عجیب غریبه، خیلی داستان خیلی عجیبی داره. الان من نمیتونم اینجا بگم برای اینکه ممکنه لو بره داستانش، ولی خیلی خیلی، یعنی یه اخیرا مطرح شد توسط چند نفر از دوستان که یه سرگذشت بسیار پیچیده‌ای که از ابتدایی که این آدم متولد میشه، بزرگ میشه، درس میخونه، میاد میره، معمم میشه، بعد اتفاقات میفته و که اصلا شما باورتون نمیشه که یه همچین کسی با یه همچین سوابقی تونسته باشه اومده باشه و رسیده باشه به مدارج خیلی بالا و بعد معلوم شده باشه که این آدم بساز مامونه که تو الان وقتشه که مامونه که داره بساز الان اشاره کردیم وقتشه چون آره افتادم چون کودتا چون الان درست دوباره راجع به کودتا صحبت میشه دیگه، یک عده معتقدن کودتا نبوده حتی با اعترافاتی که مثلا همه کردن دیگه، آمریکا کرده، انگلیس کرده، همه کردن که آقا ما کودتا کردیم، اعترافات صحیح کردن که ما کودتا کردیم و اصلا کودتا کردیم، ولی در واقع گفتن ما کودتا، عده میگن کودتا نیست و فلان و در خلای مجلس مثلا اون حکم. خیلی آقای جیرانی خیلی قضاوت در مورد تاریخ، هم به قول شما نمیشه قضاوت نکرد، هم واقعا قضاوت کردنش بسیار سخت و دشواره. یعنی یکی از مسائلی که الان وجود داره، شما مثلا به یه تاریخ گذشته نگاه میکنی، بعد به همین راحتی اون اتفاقی که در گذشته رخ داده رو در واقع ادامه میدیم، میاریم میرسونیم به زمان حال و بعد نتیجه میگیریم که خب این دلیلش اون بوده دیگه. مثال میزنم براتون، حالا به موضوع ما خیلی ارتباط پیدا نمیکنه ولی چون بحث تاریخیه، مثلا شما فکر کنید که زمانی که سفارت آمریکا توسط دانشجوها اشغال شد، آره خب الان دیگه خیلی تحلیلشون اینه دیگه، یعنی قضاوتشون نسبت به تاریخ اینه که آقا نقطه شروع مخالفت با آمریکا از اونجا آغاز شده، حالا به هر دلیلی، حالا هر بحثی میکنن که چی شد که این دانشجوها اومدن سفارت رو اشغال کردن، انگیزشون چی بود، کیا پشتشون بودن، من به اونا کاری ندارم، ولی تحلیل اینجوریه دیگه، اونجا اومدن یه همچین دشمنی رو با آمریکا به وجود آوردن، باعث شد که این تو الان ادامه پیدا کنه تحریم‌ها و همینه. ببین همون موقع ما توی ما یکی از اون نسلایی بودیم که خیلی لذت بردیم از این که شما سفارت آمریکا رو گرفتین، اصلا آقای یعنی... جیرانی آره آره، یعنی از اون نسلایی بودیم که ببینیم. آمدیم جلوی سفارت و لذت بردیم سفارت اون گرد سفارت نگاه کنین. من الان اینو بگم بهتون، من اونجا عکس و فیلم میگرفتم دیگه، یعنی هم برای تلویزیون فیلم برداری کردم اونجا، یعنی گروه های مختلف فیلم برداری تلویزیون آوردم اونجا که از جاهای مختلف اونجا و از خود گروگان ها فیلم برداری کردم، باهاشون مصاحبه کردن، از روز اولی که این دانشجو راه افتادم من عکس گرفتم، فیلم گرفتم کنار آقای تقی‌پور، آقای مسجی، آقای تقی‌پور مرحوم و افراد دیگه، یعنی کسای دیگه که با هم دیگه بودیم، هممون اومده بودیم برای اینکه در واقع یه جوری ثبت تاریخی بکنیم اینو دیگه. الان من از کسانی و چیزایی دارم، نوشته هایی دارم که شما در اون تاریخ، تاریخی که این اتفاق افتاد، تقریبا میتونم بهتون بگم که هم شخص، هم از نظر شخصی، هم از نظر حقوقی، هیچ جریان سیاسی وجود نداره که مخالفت کرده باشه با این حرکت. بله من و هیچ شخص، من تو روزنامه بودم، من یادم اصلا همه، یعنی شما فکر کنید ما یه روزی هنرورای سینما که اون موقع بهشون میگفتیم سیاهی لشکر، اونا جمع شده بودن اومده بودن جلوی سفارت میگفتن دانشجو خطه
شعار میدادن بگذاریم از گروه های دیگه. ولی الان مراسم که سالیان برگزار میشه هیچ کدوم از اون نسل نیستن، هیچ کدوم، یعنی یک نسلی داره برگزار میکنه که اصلا به نظر من نه. اصلا یه جور دیگه است، یعنی ما دیگه باور نمیکنیم این برگزاری این مراسم دیگه، این نکته نسل ما باور نمی کنه که اینا کیان که در واقع برگزار کاملا، یعنی در واقع تغییر کرده، خیلی تغییر تغییر، یعنی من اون نسلم دیگه، اون نسلم که اون شما که تو سفارت بودین جلوی سفارت بودم و در واقع اصلا اون شوری که جلوی سفارت بود بی‌نظیر بود، اما الان مراسم هر سال برگزار میشه، در واقع مراسم عجیبیه که برای ما دیگه نه ارزش داره نه دیگه قابل ارزش و تاثیر. آقای جیرانی ببین اصلا کلا تحلیل ها تغییر کرده، یعنی اون موقع مدل نگاه و یه جور اعتقادی وجود داشته در مبارزه با امپریالیسم، برای که مرجعیت وجود داشته، اصلا یه مرجعیت وجود داشته، همه جای دنیا یعنی یه جریان روشن فکر پیشرفته اون دوره، بله بله، که یعنی جریانی بله. بوده که مخالف آمریکا بوده به شدت، یعنی بله بله. در واقع کاملا دشمنی میکرده و در مقابل آمریکا بله بله بله. تحلیل اون موقع اصلا مثل الان نبوده که اصلا یه جور دیگه ای دارن به همه موضوعات سیاسی، داستان عوض شده، نسل بگیم که اون بله یه مرجعیتی بود دقیقا. تمام دنیا یه روشنفکری بود چیم. که همه از این یعنی ضد امپریالیستی، تفکر ضد امپریالیستی بود، یعنی در واقع اینو که نمیشه کتمان کرد، هیچ، این اصلا نمیشه کتمان کرد، یعنی در واقع این نکته مرجعیت خیلی مهمه، خیلی. الان مرجعیت وجود نداره دیگه. نه متاسف، یعنی نسل جدید مرجعیت نداره، اصلا همه چی عوض شده، همه چی عوض، فضای مجازی اومده و اینقدر دیگه آره. و نکته تلخ اینه که دوستانی هم سعی کردن مرجعیت اصلاحاتو بزنن، فکر نکردن که اصلاحات خودش اگه وقتی مرجعیت باشه طبقه متوسط میتونه بهش متوسل بشه کاملن. و این مرجعیت میتونه کمک کنه به طبقه متوسط، کاملا میتونه کمک کنه، کاملا میتونه کمک و اونایی که مخالف بودن این مرجعیت رو زدن، متاسفانه خیلی تلخه ها، خیلی خیلی، یعنی واقعا نمیشه دیگه، میدونین یه مدلی در واقع داره اجرا میشه، یه مدلی داره آخه اونایی که زدن نفهمیدن که خودشون که مرجع نمیشن، کاملا کاملا اتفاق نمیفته. و ببینید آقای جیلانی، زمان که بگذره همه در واقع اشتباهاتشون رو کشف میکنن، مهم اینه که ما در مقطع حال حاضر به اشتباهاتمون پی نمیبریم، ولی یه خورده که میریم جلو متوجه میشیم دیگه، یعنی الان دوستانی که توی تلویزیون هستن الان نمیدونن که در واقع این مدلی که دارن اجرا میکنن چقدر میتونه جوابگو باشه، یه خورده که تو ساز و کار این مجموعه قرار گرفتن اون وقت متوجه میشن که نه، مثل اینکه توی این مبارزه در واقع توی این بازی که وجود داره، توی این بحث‌ها و گفتگوها و ابراز نظرهای مختلفی که وجود داره، شما نمیتونی مدلی که خودت دوست داری عمل کنی، تو مجبوری که به اون سلاحی مجهز بشی که بتونی در مقابل طرفت از خودت دفاع بکنی دیگه، وگرنه اونا از رود رد میشن، یه لعب میکنن از رود رد میشن میرن کنار. بنابراین توی تلویزیون هم همین اتفاق خواهد افتاد. من یادم یه دوره‌ای به آدمایی که خیلی تندرو بودن، یعنی اونایی بودن که خیلی تند نگاه میکردن به مسائل، خیلی با غلظت و شدت و حداد عجیبی موضوعات رو تحلیل میکردن و مقابل مثلا فرض کنید مجموعه‌ای که وجود داشت قرار میگرفتن، یکی از یادم اون موقع مثلا ما میگفتیم که یکی از راه‌های این که این آدم یه خود متعادل بشه اینه که آقا برای این باید یه ویزا و پاسپورت بگیری بلندش بره مثلا توی یه کشور اروپایی یا یه جای دیگه، یه وارد یه جشنواره‌ای بشه، بره اصلا بگرده ببین اصلا اونا چجوری فکر میکنن، طرز تلقیشون چیه، کدوم فیلم‌ها رو در واقع به عنوان بهترین فیلم بهش جایزه میدن، یا اصلا روابط بین آدم و مدل فیلمایی که ساخته میشه رو یه خورده ببینن، وقتی که برگردن دیگه از اون تحلیلای سفت و سخت خودشون دست میکشن و میفهمن که آقا اصلا با یک زبان دیگری باید در واقع تو این چی میگن اختلافات فرهنگی که وجود داره، این ابزاری که در واقع ما در اختیار داریم برای اینکه بتونیم یه جوری خودمون رو توی موقعیتی قرار بدیم که جذب بیشتری از نسبت به مخاطبینی که وجود داره داشته باشیم، خب این شدنی نیست دیگه، یعنی شما اگه در شرایطی قرار بگیرین که فقط با طرز تلقی و فکر خودتون بخواین یه کاری رو انجام بدین، این شدنی نیست، برای اینکه همه چی دستخوش تغییر، همه چی دائما داره
تغییر میکنه و شکل جدید به خودش میگیره. قبول ندارن که آقا جامعه تغییر کرده آقای. نه دیگه قبول ندارن که به قبول اوناست که واقعا تغییر کرده آقای جنرال. تغییر کرده. ببینید قبول ندارن که جامعه پاره مدرنش رشد کرده. کامل. طبقه متوسط مدرنش رشد کرده و طبقه متوسط تعیین کننده است. کامل. اصلا یه گدی دارن طبقه را عرض میکنن. کامل. یعنی خیلی تلخه ها. یعنی میخوان طبقه نباشه. میگن طبقه یعنی چیه؟ تو اسم طبقه متوسط میاد میگن اینا اشراف دادن. اصلا اینجوری نیست. اصلا اینجوری. اشراف چیه؟ یعنی یه بار همون 3 میلیون نفری که 88 اومدن بیرون که در واقع طبقه متوسط بودن دیگه، اون تظاهرات، اون مهمترین تظاهرات طبقه متوسط در طول تاریخ ایرانه. بله کاملا. آقای جیرانی، من فکر میکنم که یکی از معضلات بزرگ جامعه ما در حال حاضر عدم تغییر قرائت از دینه، چون به هر حال ما یه حکومت دینی داریم و اگه این قرائت از دین رو نخواهیم تغییرش بدیم، یه همینطوری صلب و در واقع بدون تغییر بخواهیم همه در واقع اون مسائل و موضوعاتی که در گذشته اتفاق افتاده و مربوط به دوره‌های قبلی بوده، اگه نخواهیم اینها رو به سامانشون کنیم و انطباقشون بدیم با شرایط حال حاضر، طبیعتاً با شکست بزرگی مواجهیم. خب آخه آقای تبریزی الان جناح جریانی روی در واقع در قدرت داره که پیرو مصباح یزدی و مصباح یزدی معتقد به قرائت‌های مختلف دین نبود. در نماز جمعه 77 که من دارم اون سخنرانی رو، اصلا یکی از سخنرانیش در واقع یعنی سخنران پیش از خطبه نمازه و در واقع راجع به قرائت‌های مختلف اصلا حرف میزنه آقای فرارد. من اونا رو دارم، یعنی خودش یه تاریخ هست. بله بله. یعنی در واقع قرائت‌های مختلف دوره اصلاحات دیگه. آقا خب ما مجبوریم در واقع این کار. یعنی ببین اگه این اتفاق نیفته، یعنی اگه ما نتونیم چی مثلا اصطلاحا بهش بگیم آپ تو دیت دیگه، یعنی اگه نتونیم اون نوع نگاهی رو که داریم نسبت به کلا، مثلا من یه جهانبینی دینی رو دارم مطرح میکنم، یه جهانبینی مذهبی رو دارم میگم، اگه نتونه به مسائل روز سوار بشه و اگه نتونه تأیید و توجیه درستی نسبت به مسائل آتی داشته باشه، نمیتونه نسل رو در واقع چی میگن روشون اثر بذاره، نمیتونه نسل آینده‌ای که اصلا دیگه این تمام این چیزایی رو که الان داره گفته میشه و خیلی هم توی تلویزیون خودمون میبینیم، اصلا اینا دیگه مسئله، یعنی میدونی یه جوری قابل قبول و قابل باور نسل آینده نیست. باید به این فکر بشه و اگه به این فکر نشه نمیدونم چه اتفاقی در انتظار همه ما خواهد. نه خیابون، نه رستوران، نه شهر قابل نمایش در تلویزیون که اصلا نیست، قابل در نمایش در سینما هم نیست. بله در سینما هم نیست. یعنی در واقع این خیابان تغییر کرده، این رستوران تغییر کرده. به این تلویزیون موسیقی پخش نمیکنه اصلا، ساز نشون نمیده، اما شما سوار تاکسی بشید، تو رستوران برید، توی کافی شاپ برید، یعنی در همه جا همه ترانه ها هست، همه ترانه ها. قبلا تو توی دهه 60 میرفتی توی مثلا رستوران بهشون گفته بودن ترانه پخش نکنید دیگه، از این نوارهای موسیقی پخش میکردن که بدون کلام بود. اما الان ترانه داریوش پخش میشه، ترانه همه ترانه پخش میشه، مراسم هم. تو همه مراسم هست، تلویزیون ساز نشون نمیده، موسیقی نداره. تو پلتفرم های نمایشی که نشون میدن نه؟ تو پلتفرم های نمایشی تو پلتفرم، بله تو پلتفرم نمایشی نشون میدن، بله آزاده تو پلتفرم. الان تو همین برنامه مهمانی که یکی از که آقای طهماسب داشت، یکی از بهترین قسمتاش موسیقی زندش بود. بله بله. آواز نداشت. بله بله. آواز نداشت. ارکستر بود. ارکستر، آها ساز و ارکستر. من یه بار با آقای پورسن گفتم آقا این ارکستر سمفونیکای جهان رو لااقل پخش کنین. این از ارکستر سمفونیکای مثلا بتهوون و اینا. بله. اینا فیلمای خیلی خوبیه، اینا رو حداقل پخش کنیم. خب نمیشه پخش کنیم. خب آقا من یعنی واقعا شدنیه همچین چیزی به نظر شما؟ من فکر نمی‌کنم مثلا امکان پذیر باشه. من نمی‌دونم واقعا اینقدر شما با اون در واقع تمایلات اجتماعی بعد تغییر نگاه‌های اجتماعی رو می‌بینید، تغییر مداری که اصلا همه فکر می‌کنن بهش نسل جدید که مثل نسل قدیم فکر نمی‌کنه.
من نمیگم این نسل بدون مذهبی، مذهبی این نسل اتفاقا و این نگاه آدم های مذهبی هم فرق کرده. یعنی خانواده های مذهبی هم توشون تغییرات رخ داده. دقیقا. یعنی دیگه اون شکلی نیست که، یعنی در واقع من یه بارم گفتم اشتباهی که شاه کرد نفهمید پاره سنتی رشد کرده. ما داریم اشتباه میکنیم نفهمید پاره مدرن رشد کرده. دقیقا. یعنی شاه اشتباه کرد نفهمید پاره سنتی. من واقعا همیشه به این فکر میکنم دیگه، یعنی فکر میکنم که آیا واقعا این چیزی که ما داریم میگیم، یعنی به عنوان یه واقعیت اجتماعی باش روبرویم، چون همه کسانی که به عنوان مسئول، حالا هر مسئولی توی این نظام، دارن در واقع کار خودشون رو میکنن، با واقعیت اجتماعی روبرو نمیشن، قطعا میشن دیگه. یعنی بالاخره تو خیابون که راه میرن، بالاخره یه رستوران هم برن با بچه ها برن و اصلا چجوری مردم دارن میگردن، نوع تلقیشون، طرز فکرشون، اصلا لباس ها، پوشش، اصلا پوشش، میگن تاریخ پوششه، پوشش تاریخ میده. آفرین. یعنی پوشش نشانگر تاریخه. لباس ها رو نیا کن، اصلا به روسری ولش کن، روسری سرشه، ولی پوشش رو نگاه کنین کاملا. ولی من نکته اساسی اینجاست که دیگه داره این مرزبندی های فکری هم برداشته میشه دیگه. یعنی فقط مرزهای جغرافیایی نیست که برداشته میشه، مرز فکری، یعنی تمام فرزندان ما در آینده همون جوری فکر خواهند کرد که در یک نقطه دیگه ای از دنیا، توی نمیدونم اروپا، آمریکا، نمیدونم شرق جهان، اونا هم همون جوری فکر میکنن، سلایقشون همون جوری که اینجا هم همینطوری خواهد بود. یعنی اینا همه به هم دیگه پیوسته میشن دیگه، با یک سلیقه میرن جلو، با یک نوع نگاه میرن جلو، با یه مدل نگاه به اینترنت زندگی. دموکراسی تحمیل شده است. ببین تو نمیتونی جلو اینه بگیری، جلوشون نمیشه گرفت. ببین اینترنت یک دموکراسی آورده تو ایران، تحمیل کرده تو هر کاری بکنی، بخوای هر کاری بکنی جلوشو نمیتونی بگیری. دقیقاً. یعنی وجود داره دیگه. نسل جدید، نسل اینترنت، سریع به موبایل اینترنت میره، اطلاعات راشو با آدم به دست میاره. آقا ما از همه چی اطلاع داریم دیگه، یعنی تا میخوایم زود میزنیم گوگل میکنیم که فلان. یک اس پیدا کنی باید رفتیم کتابخونه میریم روزنامه برای چقدر باید زحمت. وای الان میزنه تخت 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 تخت. قاتل افشارتوس کیه؟ بلوچ قرائی. سری میاد میبینه کیه. ببین نقطه اینجاست دیگه. دقیقا. چه کار شده؟ کی بوده؟ چه کار شده؟ اصلا افشارتوس کی بوده؟ آقای جیرانی، این آخری ما داریم یه کاری انجام میدیم. من یه خود واقعا با خودم فکر کردم که مثلا تو مرحله کستینگ هی فکر کردم که یه نفر میاد و میبینم که خیلی خوبه، همه چی فیزیکش خوبه، همه در واقع موقعیت، وزن و قد و چهره و بعد استعداد بازیش و همه چیش خوبه، حتی صدای خوبی نداره، مدل صداش خوب نیست. با مدیر صدامون صحبت کردم که میخواد در واقع صدا رو، گفتم ببین میتونی صدای اینو، خودش که دیالوگشو گفت ضبط کردیم، میتونی صداشو عوض کنی؟ بله. آره میتونم عوضم. میتونی بره. با هر الگویی میخوای من عوضش میکنم دیگه. یعنی صداشو لازم نیست خودش بیاد دوبله کنه ها، همون جمله ای رو که گفته یه جوری میگه که مثلا میگم به تو، انگار مارلون براندو داره میگه مثلا اون جمله رو، صدای اونو داره میگه. یعنی خیلی اصلا خیلی یعنی تغییر نمیشه. ببین نمیشه ما جزیره جدا از جامعه باشیم، نه در تلویزیون نه در سینما. یعنی در واقع جزیره جدا. ببین سینما با این جامعه، تو سینما شما هم دوره اصلاحات کار کردی، هم دوره دهه 60 آخرش کار کردی، دوره آقای بهشتی کار کردی، هم دوره آقای زرقامی کار کردی، هم دوره آقای نژاد کار کردی، این در واقع همه دوره ها کار کردی. چقدر جامعه تاثیر داشت تو کار؟ خیلی. اصلا ما بدون جامعه مگه میتونیم کار کنیم؟ یعنی بدون در نظر گرفتن جامعه مگه میشه کار کرد؟ الان شما مثالی که زدین ذهن من رفت سراغ دوره قاجار. یعنی گفتم الان با این تحلیلی که آقای جیرانی کرد خیلی خوب آدم بره یه داستانی برداره که یه اون قصه ای رو که داره میگه تو دوران قاجار بگذره، بعد وقتی که نگاه میکنی میگن ببین این به در گفته که دیوار بشنوه دیگه. بله دیگه. بله. اصلا من الان دارم نمایشنامه دوره قاجار میخونم، درجه یک نمایشنامه. آخرین نمایش خوندم رستم دوز و الماس سیاه. اصلا این نمایش رو بخونید، نمایش درجه یکه ها.
یعنی نمایش در دوره مظفرالدین شاه نوشته شده. آه. نمایش درجه یکه. چقدر جاله. یا نمایش های میرزا آقا تبریزی. یا نمایش های میرزا فتحعلی آخوندزاده. اینا نمایش های دوره قاجاره. دوره ناصرالدین شاه است دیگه. دوره بی‌نظیری هست. اینا نمایش های درجه یکی هست. اوضای اون موقع. شرایط اون موقع. بله. بازیگران این سرزمین کهن، سرزمین مادری، این دوست عزیزی که خیلی خوب بازی کرده علی شادمان، چی جوری حفظش کردی سنشو؟ یه چیزایی هم خودش گفته اخیرا. ببینید واقعیتش چون پروژه طولانی مدت بود، بعد خب این بچه هم در دوران بلوغش بود دیگه، یعنی قبل از بلوغش اومده بود سر کار ما، ولی ما دیگه داشتیم به دوران بلوغش نزدیک می‌شدیم و دیگه هنوز تموم نشده بود فیلم برداری، باید یه مقداری بلوغش صبر میکرد که ما فیلم برداری بود طبیعتا تموم بشه. و خب بلوغ هم که صبر نمیکنه، برای اینکه یه تایم زمانی خیلی مشخص داره و سرعتش هم بالاست. ولی من یادمه اون موقع به تکاپو افتاده بودن بچه های که چیکار بکنیم اینا، بعد بحث گریم رو میکردیم که مثلا فرض کنید اگه این موهای در واقع پشت لبش در میاد اونا رو میتونیم درست کنیم، یه کاری فکرای اینجوری میکردیم که پدر ایشون یادمه که خودش اصلا بدونی که به چیز بگه، بدونی که به ما بگه، به تهیه کننده بگه، رفته بود سوال کرده بود از یه پزشکی، تا اونجا که من یادمه اینجوری بود و به پزشکی گفته بود ماجرا رو، گفته بود من پسرم داره توی سریال تلویزیونی بازی میکنه اینطوریه اینطوری اینطوری، الان رسیده به لحظه ای که اصلا صداش عوض میشه، یعنی جنس صدایی که داره میگه اصلا تغییر میکنه. از میگه و اون پزشک بهش گفته بودی که ما میتونیم مثلا تا یه مقطعی در واقع دارویی رو تجویز کنیم که ایشون استفاده بکنه، به صورت تزریقی هم بوده، که در واقع مرحله بلوغ ایشون رو به تأخیر بندازه تا اینکه مثلا بتونه این فیلم برداری اتفاق بیفته. یادم اومدم به منم گفتم، گفتم ببین من با این موافق نیستم ها. یعنی من میگم که این کارو نکنیم. خب گفتن نه، پدرشون به خاطر اینکه علاقه خاصی داره به کارهای نمایشی و کارهایی که در واقع توی هنر انجام میشه و اینا، گفته که اشکالی نداره ما این کارو میکنیم. یعنی من مطمئنم که فشاری از طرف گروه ما روی علی شادمان و خانوادش نبوده که مثلا بیایم یه همچین کاری بکنیم. اونها در واقع این رو پذیرفتن و خب این در واقع یه فداکاری بزرگ محسوب میشه به نظر من که یه همچین کاری رو کردن. حالا علی هم اخیراً مطرح کرده که یه خورده عوارض داشته، برای من فکرم میکنم واقعا طبیعیه دیگه، به هر حال وقتی که این کارو میکنین این عوارض حتما وجود داشته، ولی خب این از خودگذشتگی رو انجام دادن. علی شادمان چجوری انتخاب شد؟ چون اون موقعی که بازیگر معروفی نبود، اون موقع بازیگر معروفی نبود، ولی فکر میکنم که توی فیلم آقای ملا قلی‌پور فکر کنم یه نقشی رو بازی کرده بود. آه چیز با گلشیفته فرهانی. آره 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 یادم اومد. آره 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 اسم خوبی داشت راجع به مادر. چرا هر دو یادم رفت اسمش؟ میمثل مادر چون من دیده بودم توی میمثل مادر. آره راست، الان یادم اومد میمثل مادر خیلی هم خوب بود. میدونی که علی اهل ایلامه و خب پدرش هم پدر هنرمندیه، بعدن که باشون آشنا شدیم و دعوتشون کردیم اومدن، یعنی خانوادهشون یه خانواده فرهنگی بود، کاملا آدمای اهل هنر بودن. پدرش بسیار آدم باسواد و آدم با معرفت، دانا و کسی بود که من تو همون وهله اول که باهاش روبرو شدم احساس کردم که این اصلا یه پدریه که روی تربیت بچه‌ها، چون علی یه خواهر دیگه هم داشت از خودش کوچیک‌تر بود، رو تربیت بچه‌هاش خیلی اصرار داره و خیلی براش مهمه که بچه مثلا کجا درس می‌خونه، چیکار می‌کنه، کجا میره میاد. و خب قبل از اینکه بیاد سر کار آقای ملا قلی‌پور کلی تحقیق کرده بود که مثلا تیم اینا چجور آدم هایی، خود رسول ملا قلی‌پور چجور کارگردانیه و خیلی آدم چیز بود دیگه، یعنی آشنای به کار بود و خیلی آدم فهمیده‌ای بود. و خود علیرم که دیدم، این بچه چقدر خوب تربیت شده، یعنی اینقدر مبادی آداب بود و مدل صحبت کردنش، حتی خواهرش از خودش کوچیک‌تر بود، خیلی اونم در واقع یه بچه خیلی خوب. من در واقع یه خانواده‌ای دیدم که خیلی براشون هم مسائل اخلاقی و
و هم مسائل فرهنگی در واقع تربیت بچه، دانایی بچه ها، اینا براشون خیلی اهمیت داشت. به خاطر همین وقتی اومد احساس کردم که علی شادمان نسبت به سنی که داره تلقی و طرز فکر خیلی جلوتری داره، یعنی خیلی خوب درک میکرد موقعیت در واقع درام رو، خیلی خوب درک میکرد که از نظر شکل و شمایل این مدلی که باید اجرا بکنه، این مدل نباید غلو داشته باشه، نباید بیحال باشه، باید یه شکل کاملا واقعی به خودش بگیره و خب ایستش و مدل نگاهش و ایناش خیلی خیلی خوب بود. واقعیت رو بهتون بگم که من با بچه های زیادی کار کردم، مثلا با حسین سلیمانی توی مهر مادری کار کردم. بله بله، اونم بازیگر خوبی بود. با خیلی های دیگه، مثلا همون دختر پریا مردانیان که توی سریال بود. ببینید شما، من خودم به این نتیجه رستم تا امروز. الان یکی از هم دوستان داره یه فیلم سینمایی رو کار میکنه، نگران بود، میگفت من با سه تا جوون مثلا خیلی کم سن و سال میخوام کار کنم. گفتم اصلا نگران نباش، یعنی چون قدرت تخیل بچه ها به شدت بالاست، بنابراین فقط کافیه توجیهشون کنی و بعد ببینی که چقدر درخشان بازی میکنن. من خودم به این نتیجه رسیدم که کار کردم با بچه ها به شرطی که اون استعداد اولیه رو تو تستای اولیه که میزنی داشته باشه، بعدش کار کردم با بچه ها به مراتب آسون تر از بزرگ سالانه. یعنی اینقدر خوب اصلا بچه ها، راست میگی، بچه ها اگر بیان و اگر جا بیفتن تموم شد و درست انتخاب بشن، میدونین چرا بازی میکنن؟ کاملا، یعنی برای اینکه بازی نمیکنن. آره. اتفاقا های جره زندگی میکنن، همونجون اون زندگی دیگه منتقل میشه. بعد میبینین که دیگه هرچی بچه بزرگتر میشه از این زندگی فاصله میگیره، کاملا فاصله و یواش یواش به بازی فکر میکنه. بله. به ایست فکر میکنه، به این چیزا فکر میکنه. شما نگاه کنید اون بازیگر خانه دوست کجاست؟ بله دقیقاً، درجه یک باید باشه که پرپت بسره. یعنی مثلا خیلی ها بودن، مثلا ما تو دوران کودکی اون پسر بچه‌ای که با آقای الماسی و خانم کوثری بازی می‌کرد، اونم فیلم داره، چقدر خب اون تو فقط تو اون بچه، چون توی بچگیش اون الان یه مرد بزرگی شده که دیگه اصلا شغل و زندگی دیگه اصلا وارد حوزه بازیگری نشد. خیلی از بچهای دیگه هم بودن که دیگه ادامه ندادن. حالا بعضیاشون بزرگتر که شدن کار کردن، مثل علی شادمان یا مثل حسین سلیمانی، ولی اونایی هم که ادامه ندادن برای اینکه واقعا تو اون بچگیشون تونستن اون زندگی رو توی اون مقطع انجام بدن، بعد که بزرگ شدن اصلا میاری تست هم ازشون میگیری دیگه جواب نمیده، برای اینکه چیزایی بهش اضافه شده، یه حالاتی رو در واقع گرفته که دیگه اون زندگی نیست، دیگه فکر میکنه که من الان، همین که فکر میکنه من الان باید چجوری بگم، چی بگم، چجوری وایستم، ایستم چجوری، به اینا که فکر میکنه دیگه از دست میره. یعنی اون حقیقت و واقعیت جادویی که بهش میگیم رئالیسم جادویی توی سینما، اون از بین میره دیگه توی بازی بچه کاملن. و در واقع شکل شمایل جدیدی پیدا. بقیه بازیگرا چجوری انتخاب کردی برای؟ چون همه بازیگرا هستن بعدن میان تو بازی. دقیقاً. باید آقای جیرانی اعتراف کنم که واقعا نوشته آقای طالبزاده باعث شد که این بیارن. باعث شد. من وقتی مثلا با شهاب حسینی صحبت کردم که تو بیا نقش رهی رو، بزرگی شادمان، علی شادمان رو توی فاز دو بازی کن، خب طبیعتا همه بازیگرایی که حرفه‌ای هستن فیلمنامه رو میخوان دیگه، و امتیاز یعنی هست در واقع اتفاق خوبی که برام افتاده بود این بود که فیلمنامه رو که میخوندن عاشقش میشدن. یعنی اینقدر فیلمنامه درست، جذاب و خوب نوشته شده بود، وقتی میخوند اصلا، یعنی مثلا من یادم که شهاب فاز یک رو هم خوند فیلم نامشو، هر دو تا فاز یک رو خوند. آه. بعد اومد تصاویری که گرفته بودیم و بازی علی رو دید، بعد فاز دو رو خوند، بعد دیگه اصلا تسلیم شد. آره، یعنی گفت دیگه من قطعا میام بازی میکنم. یا مثلا فرض کن خانم نیکی کریم. بله. یا مثلا تو با نیکی کار کرده بودی تو خیابان‌های آرام. بله بله بله. فیلمی که هنوز نه. بله. یا خیلی های دیگه، مثلا خانم قاضیانی همون تو فاز. بله بله بله. اینا میخوندن فیلم نامه رو، چقدر موقعیت های دراماتیک جذاب، دیالوگ های خوب، بعد شخصیت پردازی های درست، و بعد وقتی میخوندن اینقدر دوچار شعف میشدن که میومدن نقش رو قبول میکردن.
خدا رحمت کنه خانم فرهی چقدر از نقشش خوشش اومده بود وقتی میومد صحبت میکرد و با هم راجع به نقش صحبت میکردی و بعد مدلی که در واقع اون کاراکتر بود و گذشته‌ای که داشت اینا رو با هم دیگه تجزیه کردی. خودت کستینگ کردی یا کسی بهت کمک میکرد؟ و فکر میکنم که مجموعه این کار رو با سید جمال حاتمی انجام داد که به عنوان کارگردان دوم حضور داره. خب ببینید جمال خوبه، خودش هم خیلی ساخته. جمال خیلی ببینید جمال دیگه دائما در کنار من بود. آره خوبه اونم. یعنی کاملا لاک قرمز داره. کاملا بله بله. فیلم خوبیه. خیلی. اون موقع جمال کنار من بود دیگه. یعنی من مثلا بحث طراحی دکوپاژ می‌کردم، بحث بازیگرا رو می‌کردیم، دورخانی می‌کردیم. اینقدر دیگه نزدیک شده بود که دیگه همه چی رفته بود تو ذهنش و خیلی راحت، خیلی خوب در واقع میتونست تصور کنه کاراکترها رو. با هم دیگه مشورت میکردیم و واقعا فکر میکردیم که برای این نقش میتونیم این آدم ها رو بیاریم. رابطه جمال هم خوب بود با افراد مختلفی که میتونست باشون ارتباط برقرار بکنه. بنابراین کاستینگ رو من و جمال با هم دیگه، البته با فهم فکری تهیه کننده و دوستان دیگه، ولی خب عمده در واقع تلاشش و اینکه بهش فکر کنیم و آدمای مختلف رو در نظر بگیریم که بیان نقشا رو بازی کنن با هم دیگه انجام میدادیم. خیلی خوب انتخاب شدن، این کاستینگ خیلی خوبیه. یعنی خوشبختانه خیلی خوب کردن، مثلا آقای محجوب، خانم صدورشایی، بله. اینا همه در واقع درست بعد تو محجوب کار کردی بود، تو دوران سرکشی کار کردی بود، محجوب کار نکردی؟ نه نه نه، فکر کنم توی همین هم یعنی نه همشون اومدن خیلی خوبه بله. یعنی مجموعه خوب. من آدم برای همین برمیگردی به سال اول که خیلی تلخه، فیلمی با این همه بازیگر با این کستینگ با این موقعیت این همه سال پشت در انتظار بکشه و ما همش مجبور بشیم سریال مزخرف تمشه. آقایه یعنی در واقع این نقطه تلخیه. نگاه کنین شما نمیدونی من چقدر به روش‌های مختلف متوسل شدم که بذارین این جمله رو بگم دیگه، بفهمونم به مسئولان تلویزیون که آقا شما یه گوهری در اختیارتونه، یعنی این اتفاق دیگه در تلویزیون به این زودی رخ نخواهد داد. یعنی شما این مجموعه این آدم‌ها، نویسنده اینجوری، تهیه کننده اینجوری، عوامل پشت دوربین اینطوری رو نمیتونین داشته باشین برای یه سریال. بیایید اینو زودتر فکر کنید، حل کنید. البته خیلی رفتن و اومدن، گروه های مختلف اومدن، نماینده های مختلف از ایل بختیاری اومدن که نبشینن نگاه بکنن اینو حل بکنن، ولی واقعا از یه جایی به بعدم خودم هم کاملا احساس میکنم اصلا یه تنبلی تو مدیران ما هست، اصلا براشون مهم نیست. بابا این همه خودتون خرج کردین، پول خودتون دادین برای این سریال. آقای جریان الان بگم بهتون این که چیزی نیست، کل این سریال هزینهش زیر 20 میلیارد تومان تموم شد. یعنی قابل الان بخوای کار کنی ده برابرش خیلی بیشتر. خب بعد بر اون موقع برای خودش پول سنگینی بود دیگه. من میگم آقا یه کسی که این که این همه ما هی حرف بیت المال میزنیم و میگیم پول مردمه، اینجا باید اینطوری بشه، چه جوری میشه مثلا یه مدیری این همه وقت، زمان، در واقع تلاش آدمای مختلف، همه اینا باشه، بحثای مختلف، میدونی چقدر جلسه ما گذاشتیم صحبت کردیم، چه جوری میشه یه دفعه اصلا براشون بی اهمیت میشه؟ من بارها و بارها باهاشون مطرح میکردم که آقا بیاید این کارو بکنید. همون موقع، یعنی وقتی که توقیف شد سریال و دیگه امکان نمایش نداشت، گفتم آقا بیایید مثلا فرض کن به فاصله یکی دو سال بعدش، گفتم بابا بیایید با یکی از این پلتفرم‌ها صحبت کنید، به خدا بیان ببینن، باهاتون وارد مذاکره میشن، با شما 20 میلیارد هزینه کردین، ببرین بدین 30 میلیارد رو هوا میخرن ازتون اون موقع، بذارین تو این پلتفرم، بذارین به نمایش در بیادین، این زحمت شما، زحمت ما، همه با هم دیگه زحمت کشیدیم، حیف این نه اصلا کو گوش شنوا. یعنی واقعا هیچ کس به این فکر نمیکرد که بعد جالبش اینه تمامشون حرفشون این بود به من، شما اینا رو تهیه کننده کپی میکرد توی قسمت های مختلف و چند قسمت توی DVD میداد در واقع به اینا که برن مثلا ببینن دیگه، مثلا این مدیر جدید میومد برین تو خونه ببینید، همشون میگفتن ما مثلا میخواستیم باز ببینیم که سریال چیه، اونایی که ندیده بودن
مثلا من شب شامامو خوردم اینجوری تعریف میکردم که ما این شامونو خوردیم گذاشتیم یک شو گذاشتیم رفت دومی روز سومی چهارمی چهارمی تا دیدم صبح شده من همینجوری نشستم دارم قسمت‌های سرزمین کهن رو نگاه میکنم. بعد من میگفتم آقا تو که اینجوری میبینی لذت میبری چرا تلاش نمیکنی که مردم از این بهره مند بشن، ببرید توی کانال، ببرید تلویزیون خودتون اینو نمایش بدیم. من نمیدونم، یعنی ممکن بود مثلا میگم ها یه جور عافیت طلبی هم هست دیگه این. آره من بیمید. نگران باشم که اگه پخش کنم باز دوباره یه از این اتفاق بیفته، من دیگه مدیر نیستم، اولین کسی اخراج میکنن من هم دیگه لابد. دقیقا آره همه هم اینطوری هم دیگه این شکلیه. الان تو تلویزیون سریال تی میبینی یا تلویزیون سریال تی میبینی؟ من تو تلویزیون میبینم. تو شبکه سه من سعی میکنم تو تلویزیون ببینم. آها. یعنی یه قسمت عقب دیگه از تلویزیون. و بیشترم به این خاطر میبینم چون همه قسمتاشو خودم دارم دیگه، ولی بیشتر به این خاطر میبینم که ببینم تو اجاره دستمون چون بهشون گفتم اصلا به من هیچی نگی، همین سریال من خبر ندارم، همین سریال خودت تلویزیون میبینی برنامه دیگه تو تلویزیون میبینی؟ سریال خودم فقط دیگه هیچی. آقای اجرانی من تنها چیزی که تو تلویزیون نگاه میکنم، یعنی واقعا بزنین بگیم دیگه راحت، آره آره. چیزی که آدم رغبت میکنه ببینه، من نمیخوام بگم مثلا تو شبکه‌های ماهواره یه چیزای توفیق، نه من معتقد نیستم بالا نه مثلا چیزی نداره. آره. خیلی وقتی که آدم اصلا کلا از تلویزیون ما فاصله گرفت، یعنی سعی میکنیم مثلا یه برنامه‌های خاصی رو ببینیم، ولی تنها چیزی که آدم رغبت میکنه الان از تلویزیون ببینه که به دردش بخوره فوتبال دیگه، یعنی حالا اون فوتبال داخلی کمتر. خب فوتبال اونم عادل فردوسی پور داشتیم که درجه یک بود. بله. بی نظیر بود. ولی به حال اینقدر بازی هایی حالا بازم تنها برنامه که نگاه میکنم فوتباله. فوتباله. یعنی اگه فوتبال نبود که از تلویزیون نگاه نمیکرد. فوتباله واقعا. یعنی واقعا درست گفتی. منم فکر میکنم آقای جرن خیلی مخاطب تلویزیون ریزش کرده. اصلا عزیزم من تو خونه میامدم دوران سرکشی تماشا میکردن، به من میگفتن تلفن نزن برو تو اتاق. همه خانواده نشسته بودن اجازه نمیدادن ما تلفن بزنیم. الان تلویزیون خاموشه. خاموشه واقعا. نه که فکر کنی میرن رو ماهواره، خاموشه. خاموشه. یه بچه ها که تو اینترنتن با اینترنت فیلم میبینن، تلویزیون هم خاموش. گاهی وقتا فقط یه اخبار یه چیزی توی اخبارم که مرجع خبری اونم اعتمادش رو از دست داده. اون که اصلا وجود نداره. اونم که خبرها هم که میرن از فضای مجازی. اصلا فضای مجازی خبرم اونجا میاد. من یه بار به آقای زرقامی گفتم تو رو خود خبر رو از ایدئولوژی جدا کنیم. گفتم دست من نیست. گفتم وقتی خبر با ایدئولوژی مخلوط بشه شما نمیتونید بگید آمریکا، باید بگید استکبار جهانی. این وقتی که این اتحاد جماهیر شوروی دیگه، اتحاد جماهیر شوروی که نمیگه آمریکا، میگه امپریالیسم جهانی. فهمیده رادیو شنیده نمیشد، بی بی سی چرا شنیده میشد؟ برای که ایدئولوژیش اینطوری نبود دیگه، روشن نبود. یعنی سعی میکرد خبر بده. ببین نکته اینجاست که تو دوران انقلاب، شما دوران انقلاب هممون کاملا کاملا آره آره رادیو آمریکا، رادیو مسکو هم بود، رادیو آمریکا هم بود، ولی همه میسی گوش میدادن اون موقع ساعت 1 رو به 8 اینا. ولی پس فقط سریال خود نگاه میکنی تا فوتبال دیگه واقعا فوتبال واقعا هیچ برنامه‌ای وجود نداره که بگم مثلا میرم پای اون برنامه، مثلا حتی مثلا بچه‌ها خب من که من و خانوم هم هستیم، خانوم هم مثلا اینجوری نیست که بگیم مثلا بزنیم اون برنامه خاص رو ببینیم. سریال رو هر شب، یعنی پنجشنبه شب و جمعه شب میشینیم میبینیم، بعد اگه فوتبال باشه که ماشاءالله تعداد عشق فوتبالی زیاده. آره. من فوتبال دوست نیستم، ولی وقتی که عادل فردوسی پور بود پسرم میشست دخترم میشست ما مجبور بودیم کنارش بشینیم. آره. عاشق عادل فردوسی پور شده بودیم که برنامه اجرا میکرد. اصلا بی نظیر بود. من نداریم اصلا تو قضیه. در بخش دوم مصاحبه نمیشه که من راجع به سینما از تو سوال نکنم. که اومدی اوضاع سینما رو چگونه ببینی در بخش دوم مصاحبه؟ والا واقعیتش من یه مقدمه گفتم براتون که الان خجالت میکشم بگم که من مثلا آدم کمدی میخوام، کمدی میسازم، چون واقعا به یه سمت و سوی رفته که واقعا تأسف باره. شاید یعنی اتفاقاتی که به هر حال من و شما خبر داریم از ماوقعش توی جریان سینما و مدلایی که فیلم رو ساخته میشه، مدلی که اصلا آیا طراحی اصلا وجود داره نداره، چه جوری کار میشه، خب یه خورده که فکر میکنم شما حالا بیشتر میتونید کمک کنین که این رو با هم مقایسه کنین، ولی فکر میکنم مثلا زمان فیلم فارسی هم اینطوری نبوده. یعنی دیگه اینقدر
مثلا واقعا همه چی به هم به لحاظ فیلم نامه، به لحاظ فیلم برداری، به لحاظ کارگردانی، به لحاظ بازی، یعنی همه چی تبدیل شده به یه شوخی دم دستی که توش مثلا فرض کن حالا از این اصطلاح هم استفاده کنیم که مثلا جنگولک بازی خاصی وجود داشته یا برای گروه مخاطب خاص دیگه، یعنی این بر که ما مخاطب خاص داریم تو بخش هنر و تجربه، من میگم همیشه اونورم یه مخاطب خاص بوده، بله اونجا هم در واقع یه جور مخاطب خاص محسوب میشه، بله اونم میشه جریان اصلی دیگه، بله اونم اصلی. میان میشن اینجوری نگاه میکنن سینما رو، بعد ما چی میگن تنوع توی سینما رو به شدت از دست دادیم دیگه، یعنی اصلا دوستان متوجه اینم نیستن که سینما با تنوعش در ژانرهای مختلفه که رشد میکنه، آزمون و خطا میکنه، به مدلهای جدید دست پیدا میکنه، به گویشهای جدید، به ساختارهای جدید دست پیدا میکنه. حالا مطمئن باشین آقای جیرانی بعد از یه مدت همین هم فروکش خواهد کرد، یعنی تبدیل میشه به یه مدلی از سینما که کهنه میشه، کلیشه میشه، بعد همه میفهمن که مثلا این فیلم ها هم اینطوریه و در واقع قهر میکنن با سینما، چون سینمایی که نتواند تازه باشه، نتواند حرف تازه داشته باشه، نتونه ساختار و مدل و فرم تازه داشته باشه، حتما دچار چی میگن کهنگی میشه. ببین داستان خیلی الان تو داستان خیلی خوبی رو میگی. ما در دوره‌های مختلف قبلی خب تو لیلی با من هست ساختی، اونم مال جریان اصلیه، بله. ولی فیلم سرپاست اصلا باید اینجوری آره باشه. ببین ما اومدیم جلوتر، تو مارمولک ساختی، بله. مال جریان اصلیه، بله بله. ولی فیلم سرپاست، بله خیلی اصلا ببین اصلا داستانی بله. نیست که در واقع داستان اینه که جریان ما مخالف جریان اصلی نیستیم، نه نه ما نه. معتقدیم جریان اصلی نزول کرده کاملا. یا ببین آقای جیرانی باید به این فکر کنیم که سینما رو اساساً باید جدی تلقی کنیم وقتی که می‌خوایم کار کنیم. من به هنرجوها وقتی که میرم سر کلاس باهاشون بعضی وقتا یه بحثایی رو مطرح می‌کنم، میگم ببینی اگه فکر کنید که اینجا یه جاییه که اومدین مثلا فرض کنید برای مخاطبتون صرفاً یه اثر سرگرم کننده بسازین، به نظر من دارین اشتباه می‌کنین یا کار ارزشمندی انجام نمی‌دین. اگه براتون این مهم باشه که یه کاری که دارین انجام میدین خیلی جدیه، خیلی اصول پیچیده و عجیب و غریب داره که باید مرتب کشفش کنید و مرتب بتونید به روز باشید، مرتب بتونید حرفای تازه بزنید، اگر این ویژگی رو نداشته باشین تبدیل میشین به آدمایی که مثلا فرض کنید یه دستگاهی که برای شما یه قالبی رو میزنه، همه رو یه شکل در میاره، خیلی هم شکیل و زیبا و ایناست، ولی خب هیچ ارزش هنری نداره. من میخوام بگم بهتون که هیچ اشکالی نداره ما فیلم پرفروش بسازیم، ولی فیلم بسازیم. آخه نکته ای که تو زمانی که لیلی با من است میساختی و ساختی و نمایش دادی، بغلت کیمیا بود، بله، بغلت پدر بود، پدر. آره ببین نکته اینجاست که این نکته خیلی نکته مهمیه، کاملا دیگه که یعنی اصلا... لیلی با من است وسطه در واقع پدر و در واقع چیز بود دیگه، بله. کیمیا بود دیگه، بله. یعنی تو در واقع اون طرف پری بود، کاملا فیلم مرجویی بود تمام این فیلم ها. ببین آقای یه اشکالی دیگه هم به وجود اومده، حالا یه جریانیه که دائما داره اینو میگه که فیلم سیاه نما نسازی، یعنی فیلم نباید سیاه نمایی داشته باشه، فیلم نباید امید داشته باشه، فیلم امید. من میگم که اصلا چرا شما این رو اصلا مطرحش میکنید؟ اتفاقا شما باید برعکس نگاه بکنید، شما باید فیلمسازت رو تشویق کنی به واقعیت های اجتماع رو بگی، ببینه، حتی اگه تلخ باشه، حتی بگی، حتی اگه تلخ باشه باید بگی دیگه، چون اگه خود سینمای داخل بگه که نیازی به خارج نیست اصلا دیگه. ببینید به خاطر اینکه جلوی این گرفته شده، الان شما ببینید مثلا عنکبوت مقدس ساخته، بله. و چون این تو داخل نمیذاری من یادم آقای اسکرفور گفتش که اصلا این آقا این کارگردان اومده بود در ایران این فیلمو بسازه. من تو شورای پروانه ساخت بودم، سناریو رو خوندم و سناریو رو خوندم، اول آقای موسوی داده بود سناریو رو، بعد آقای عسکرپور سناریو داد. سناریوی خیلی خوبی هم بود، این نکاتی هم که در واقع است
بعد نتونستم بسازم. نه دیگه قبول نکردم. قبول نکردم. یعنی اجازه ندادن ساخته بشه. بنابراین خب اون آدم ول نمی‌کنه که اون میگه خب نشوز من بلند شدم. یه شکایتی هم دوستان دیگه که ساخته بودن کرده بودن. یه فیلم دیگه ساخته بودن. اونا شکایت کردن که این فیلم نباید ساخته بشه فلان. یه خورده مانعی شد که ما بحث ادامه سناریو رو دیگه ندیم تو شورا. ببین الان این اتفاق افتاده دیگه. یعنی الان فیلم هایی که سابقا در داخل کشور خودمون ساخته میشد الان رفته یه جایگاه دیگه به عنوان فیلمسازان مستقل. یک چیزی باید بفهمن که هرچه فضا بازتر بشه در سینما، آزادتر بشه، در واقع دست بای بقیه که میخوان مخالف خوانی کنن بسته میشه. یعنی تو وقتی در داخل داری فیلم میسازی، انتقاد میکنی، دیگه نیازی نیست. دقیقاً نیازی نیست. حالا من یه چیزی بگم دوباره، اینم اینا یه چیزاییه که واقعا به نظرم خیلی واضحه و نمیدونم چرا کسی نیست به این چیزا فکر کنه. من یادمه که یه داستانی رو میخوندم، یه پادشاهی بود که میاد توی شهر شروع میکنه میگه من میخوام برم ببینم شهر رو که مردم دارن چجوری زندگی میکنن اینا، و این راه میفته تو شهر حرکت میکنه میره جلو. میگن یه قصه فرانسوی بود، بعد میبینن که مردم یه جایی جمع شدن، یه اعلامیه زدن رو دیوار، همه جمع شدن دارن اون اعلامیه رو میخونن. این سربازا حمله میکنن که مردم رو پراکنده کنن و اعلامیه رو میخوان پاره کنن. پادشاه اعتراض میکنه، میگه چرا این کارو کردین؟ میگه خب اونجا یه چیزی نوشته بود که داشت در واقع به شما توهین میکرد، داشت شما رو در واقع نقد میکرد و انتقاد میکرد از شما و در مورد شما نوشت. برمیگرده پادشاه میگه شما چرا این کارو میکنی؟ اون اعلامیه‌ای که روی دیوار زدن یا حقیقت داره که پس درسته دیگه، بس زدن اونجا، بنابراین ما باید از اون درس بگیریم، یه کاری بکنیم که اون رو در واقع حقیقتشو برطرف کنیم. اگه اون داره درست میگه چرا ما باید اون اعلامیه رو پاره کنیم؟ یا حقیقت نداره، حالا دروغه اونایی که داره نوشته اونجا. خب اگه دروغ هم باشه مردم همه میفهمن دروغ نوشته دیگه، بازم لازم نیست پارش بکنی. خیلی جالب. چون که تو باید رفتارت یه جوری باشه که این اعتماد عمومی رو به دست بیاری، بنابراین دیگه توپ هم نمیتونه تو رو تکون بده، چون تو در موضع برحقی، تو کاری میکنی که در واقع درسته، بنابراین اون آدم اون هر چقدر میخوان اعلامیه پخش کنن. من حالا میخوام اینجوری بگم، میخوام بگم که یه دوره‌ای بود که ما پروانه ساخت دیگه صادر نمی‌کردیم. اون آقا هر کی خودش بره فیلمشو بسازه، فقط موقعی که میخواد آماده شد فیلمشو بیاد پروانه نمایش بگیره. میگم بخواد چرا نباید از این، چرا باید از این بترسیم ما؟ اگر ما بتوانیم شرایطی رو در جامعه به وجود بیاریم، اگر ما بتوانیم اعتماد مردم رو به دست بیاریم، اینا همش ناشی از عدم اعتماد جامعه است. اگه شما به اندازه کافی مردم نسبت به شما و سیستم شما و وزارت ارشاد حالا بگیم اعتماد داشته باشن، اصلا تو چرا باید جلوی یه فیلم سازو بگیری که هر فیلمی میخواد بسازه؟ چون این فیلمی که داری میسازه یا واقعیته، پس واقعیت دیگه باید بپذیریش و سعی کنی که اون واقعیت رو اصلاح کنی، یا الکی دروغه. خب همه نگاه میکنن میخندن به اون فیلم سازی، میگن این پرت و پلا چیه تو ساختی؟ اصلا ما جامعهمون اینجوری که نیست. بنابراین این مشکل برمیگرده به خودمون، یعنی ما ضعفای خودمون رو میخواییم اینطوری بپوشونیم دیگه. یعنی هر چقدر محدود میکنیم آدمایی رو که، چون فیلمسازی که دیگه تفکر محضه، فیلمسازی که اینجوری نیست که تو بیای توی خیابون بخوای شعار بدی بری کف خیابون. آخه فیلمسازی تفکره. هیچ جای دنیا الان سناریو رو قبل از ساخت نمیخونن، هیچ جای دنیا، مگر کره شمالی و افغانستان که سینما نداره. خیلی بده. آره. این برای هیچ جای دنیا ها، یعنی ما جایی پیدا نمی‌کنیم که سناریو رو بخونن و تصویب کنن و بعد بگن بریم بسازیم، نداریم. من یک بار با آقای تو همین برنامه ساترا رفته بودم، گفتم آقا به خدا نیست، فقط مگه کره شمالی باشه؟ تموم شد. مگه کره شمالی باشه؟ خیلی میدونی این واقعا نقطه ضعف بزرگیه. هیچ جای دنیا نیست که اصلا بازبینی، آقا امکان داره جای دنیا فیلمو ببینن بعد ایراد بگیرن بگن این مثلا ما میخوایم نمایش ندیم؟ دقیقا. ولی در ابتدا قبل از ساخت نمیگن آقای کمال تبریزی چی فکر میکنی؟ دقیقا. چی میخوای بسازی؟ اصلا آقای جیرانی منو یه بار دعوت کردن به شورای از طرف خانه سینما، نماینده شدم برم تو شورای پروانه ساخت، دو تا جلسه بیشتر نتونستم برم.
یعنی جلسه اول رفتم یه ذره دچار مشکل شدم. آقا این بحثا چیه میکنیم با این فیلمساز؟ مثلا چرا داری الان رو فیلم نامش اینجوری میگی؟ این که داره اومده خودش داره میگه آقا من اینو اینجوری میسازم، تو چیکار داری؟ تو چه میدونی این فیلمنامه‌ای که نوشته این شاید بره اصلا یه جوری بسازی که تو دیگه نتونی ازش ایراد بگیری؟ تو داری الان تو نوشته ایراد میگیری. اول ببینید معادلات تصویری که این برای فیلم خودش داره میسازه، خودش هم داره داد میزنه که آقا من اینجا اینطوری میسازم، من اینجا منظورم اینجوریه. اصلا ما چرا باید الان در مورد این فیلمنامه؟ جلسه دوم که رفتم گفتم آقا من دیگه نمیام تو این جلسه، شرکت نمیکنم. من تو شورای پروانه نمایش خیلی بودم. بله بودیم، یعنی بودم، نشستم فیلم دیدم بحث کردم، ولی توی شورای پروانه ساخت واقعا دو جلسه بیشتر نشستم. آخه پروانه ساخت، آخه ما برای چی؟ برای چی شما آدمو میگین آقا بیا به من بگو که تو میخوای چی؟ میخوای بسازی چی کار میخوای بکنی؟ اصول گذاشتی. آره. میگه آقا اینطوری نباشه، اینطوری نباشه، توهین نباشه، فلان نباشه، فلان نباشه، فلان. تموم شد دیگه. بعد دیگه خودش باید بتونه تشخیص بده، تهیه کننده داره، کارگردان. بله. داره، همه خودش باید مسئول. الان روزنامه اعتماد چرا باید ما دو تا؟ بعد میدونین که چه اتفاقی میفته دیگه؟ اینجا یه چیزی تصویب میشه، ساخته میشه. بعد مرحله نمایش. آره. اون شورا رد میکنه، این شورا تصویب کرده، اون شورا رد میکنه، بعد میندازن گردن هم دیگه. میگه این کار کرده، میگه اون کار کرده. بعد وقتی تو سناریو رو میدی، بعد اون طرف میره کار خودش هم میکنه، تو که نمیتونی. الان شما میدونین که همه دارن میگن که تو سینما، متاسفانه همه دارن میگن که آقا یه هفت خانیه شورای پروانه ساخت که به هیچ کی پروانه ساخت نمیدن. هر کی پروانه ساخت بگیره معلومه فیلمنامش چیه که تونسته پروانه ساخت بگیره، و اصلا شما نمیتونی، یعنی یه سدی گذاشتن جلوی همکارا که اصلا هیچکی نتونه از اون صد اصلا الان یک مدت کوتاهیه که دعوای شده تو پروانه ساخت. دوستان نماینده های شورای کانون کارگردان ها و نماینده تهیه کننده اونجاست، یه خورده فضا بازتر یعنی شده. یعنی چند ماهیه در تو چند ماه اخیر یه مقداری فضای شورای پروانه ساخت بازتر شده، یعنی یه خورده بچه‌ها صحبت کردن، نماینده های ما، نماینده خانه سینما، نماینده در واقع کانون کارگردان ها که آقای مازیار میری اند و آقای شاهزوادی صحبت کردن، و تقریبا این کم فضا نسبت به سناریوهایی که در واقع داده شده، پروانه ساخت داده شده، چند تا کارگردانه. حالا البته دوستان میگفتن که دوستان که اس نبرم میگم ما 5 تا فیلم برامون میاد، 4 تا کمدی، یکی ارگانی. یعنی ما مجبوریم کمدی ها رو بخونیم چون کمدی ها گرفته دیگه، برای فسیل الان داره به میرسه به 200 میلیارد. شوخی نیست دیگه 200 میلیارد. یعنی حال درسته که بلیت 60 تومنه ولی در واقع تعداد سینما و سالن بیشتره. ولی خب 7 میلیون بیننده هم در شرایط فعلی خیلی خوبه. آقای جیرانی، خوبه مخاطب داشته باشه سینما ولی نه به هر قیمتی. ببین آره، نه ببین، وقتی سینما چینش، من گفتم شما فیلمتون وسط بود، بغلتون پدر بود، بغلتون پری بود، بغلتون در واقع کیمیای درویش بود. بله. ما همه جنس فیلم می‌دیدیم. بله. برای من شما رقابت می‌کردید با پدر. بله. با کیمیا. برای من سطح کمدی می‌رفت بالا کاملا. الان اون رقابت وجود نداره. نه دیگه، الان دیگه وجود. تو داری رقابت می‌کنی با خودت. خودت با خودت رقابت می‌کنی. بله. تمام دورها کار کردی. کدوم دوره برات راحت‌تر بود کار کردن؟ و فضا بهتر بود اگر بخوای، چون دوره احمدی نژاد هم کار کردی، دوره بعد از احمدی نژاد هم کار کردی، همه دورا کارگردان همه دورا هست. واقعیت آقای جیرانی، ما دوره اول در واقع زمان بله دهه 60 واقعا به نظرم یه دهه طلایی بود دیگه، منصفانه اگه بخوایم بگیم. بله، من معتقدم اصلا اون دوره الان اگه نبود، اون مدیرا نبودن، من اینو تاکید میکنم. بله. یعنی اگه اون مدیرا نبودن، سینمای متفکر، سینمای تو که تولید فکر میکنه شکل نمیگرفت. دقیقاً من معتقدم، یعنی اون دوره واقعا جریان ایدئولوژیک میومد، سینما رو میبرد به سمت جریان سینمای ایدئولوژیک. اون دوره در واقع فکر میکنم برای خیلی از همکاران سینمایی به خصوص هم نسلای من یه دوره نوستالژیک الان دیگه محسوب میشه. یعنی واقعا دوره‌ای که اصل بر اعتماد بود، یعنی بین فیلمسازا و مسئولین سینمایی یه جور ارتباط نزدیک وجود داشت، در بعضی موارد رفاقت وجود داشت، دیالوگ برقرار میشد، گفته میشد، صحبت میشد با همه در واقع فیلمسازای اون دوره، و یه جوری با عشق و علاقه همه میومدن
در واقع کار میکردن. معنی مثلا ممیزی و سانسور اصلا یه چیز دیگه بود، با تحمیل و فشار این اتفاق نمیفتاد، سعی میشد در واقع یه جوری این همفکریه آروم آروم هدایت بشه به یه مسیر بره. برای من فیلم هایی که تو اون دوره ما کار کردیم خیلی دوره درخشانی بود. و البته اون دوره در عشق خیلی فیلم کار نکردی زیاد. چرا؟ من هم کار کردم دیگه. تو در مسئله عشقید که توقیف شد. باشه. آره. شرایطی که مثلا فرض کن باعث میشد توقیف بشه اونجوری نبود که آدم رو آزار بده دیگه. من در مسئله عشقید تو یا مثلا فرض کن پایان کودکی. پایان و من بعدش پایان کودکی رو ساختم. اونا فیلمایی بود که چون پایان کودکی هم خیلی بعد مثلا میدونین اونجا تو اون زمان سینما محصول یک اتاق فکر بود، یعنی واقعا فکر میشد بهش، پیشنهاد میشد به فیلمسازا، به اینکه ما چه ژانرایی رو باید داشته باشیم، چه موضوعاتی رو داشته باشیم، چه کارگردانایی رو واقعا داشته باشیم. تشویق میشدن سینماگرها برای اینکه فیلم بسازن درباره موضوعات خاص فیلم بسازن، و این رابطه خیلی رابطه خوبی بود. ببین اصلا بیضایی بهترین فیلمش در اون دوران ساخت. بله دیگه. مسافران. بله دیگه. بله. اصلا مرجویی بهترین فیلمش که لیلی در اون دوران ساخت. دقیقاً دقیقاً. کیمیایی دو تا فیلم خوب، اصلا فیلم دندان ما رو در اون دوران ساخته. سرب رو در اون دوران. کاملا. ببین الانم باید واقعا یه ذره فکر کنن مسئولین سینمایی که آقا چه جوری شد اون اتفاق افتاد. اگه بتونن، یعنی در واقع این هنر رو داشته باشن و اجازه بدین که اینجوری بگم که این ارزه رو داشته باشن که رابطه برقرار کنن، یعنی تنها گروهی که لیلا اجتماعی ببخشید من اشتباه کردم، لیلا در دوره آقای زرقامی ساخته شده. بله بله. هامون رو در دوره هامون اون دوره دقیقاً هامون که هامون هم که خب هامون خیلی اثر درخشانیه دیگه. لیلا در دوره آقای زرقامی ساخته شده، اشتباه نکنید. محمد واقعا به این فکر کنن که چه جوری این، یعنی باید بتونن این ارتباط رو برقرار کنن. و جامعه هنرمندا تنها در واقع مرجعی هستن و گروه اجتماعی هستن که با بخشنامه و باید و بگیر و اینا هیچ اتفاقی نمیفته. اصلا دوره عوض شده. با اینترنت که نست آگاهه. این ور که دیگه چی کار میخوای بکنی؟ نمیشه. میدونید شدنی نیست. اگه نتونید باشون هماندیشی کنی، اگه نتونی باشون همفکری بکنی، اصلا راه به جایی نمیبره. نتیجهش این میشه دیگه. یعنی شما یه دفعه روبرو میشین با یه عکس العملایی از بعضیا که واقعا تجربه نیست آقای جریانی، یه دفعه میبینی یه آدمی، حالا من نمیخوام اسم ببرم، یه دفعه چرا اینجوری کرد، اون چرا اونطوری کرد، اون چرا یه دفعه در... آخه آدم ها یه طرز تفکری هم دارن که نمیخوام اسم ببرم، مثلا فکر میکنن نسل میتونن پرورش بدن، تصور نمیکنن که نسل ها در دل تحولات دومیان، یعنی باز نمیتونه دولت نسل بسازه. شدنی نیست. نسل های فیلمسازی که ما داریم، نسل دوممون، نسل سوممون، نسل چهارممون، نسل پنجم، دل تحولات بیرون اومده. اصلا یه حاصل فرایند به اینجوری نیست. فرایند تو نباشه بیرون نمیاد که. با این اصلا امکان پذیر نیست. اصلا امکان پذیر نیست. اصلا فکر میکنم میتونن فیلمساز جوان بیارن فیلمساز کنن. نمیشه. اصلا شدنی نیست دیگه. نسل های فیلمسازی که تحول ایجاد میکنن، تغییر ایجاد میکنن، از دل تحولات میاد. کاملا. یه دوره دیگه هم که به نظر من بازم دوره درخشانی بود، دوره آقای خاتمی بود دیگه. بعد دوره اصلاحات بود. آره. یعنی واقعا اون دوره اون دوره هم فکر کنم فقط هم میونه که توقیف شده. فقط هم میونه که توقیف شده. خیلی عجیبه. بعد مثلا من یادمه دیگه، من واقعا همیشه فکر کنید مثلا اون کسانی که مخالف سرسخت بودن تو اون دوران، بعد یه دفعه چی جوری میشه مثلا بعد از چند سال کاملا، بعد اینجوری میشه که آقای جیرانی همه اونایی که مقابل ما وایستاده بودن و دیگه مثلا به یه جایی رسیده بود که منوچهر محمدی رفته بود میگفت آقا من میخوام نگاتیوهای این فیلم مثلا آتیش میزنم جلوی وزاره، یعنی رسیده بودن به یک تقابل اینجوری. و بعد فکر کنید مثلا هر شب به من زنگ میزد که کمال بدبخت شدیم، مارمولک رو ساختیم، اینا میخوان ما رو اعدام کنن، چی کار کنیم؟ من بهش میگم آقا نوره هران نباش، اینجوری نیست، به خاطر یه فیلم آدم اعدام نمیم. واقعا این خیلی هم مثل که آدم های مخالف عذرخواهی کردن از آقای حالا باشد. میخوام اینو بگم. آره. اینو میخوام اتفاقا بگم که بعد از یه مدت که آبو از آسیاب افتاده، آخه این دیگه واقعا فایده مثل شو اصلا شوخی مثل به قول
به قول پرویز پرستویی توی لیلی با منم دیگه مرد حسابی، عذرخواهی تو الان دیگه به چه درد من میخوره، تو الان اومدی میگی که ببخشید ما اشتباه کردیم. ولی نکته اینجاست که اعلامم هیچکی نکرد که اشتباه کردن در مورد فیلم آمریکا. همه گفتن کی بود کی بود، من نبودم، من نبودم، کسایی که این کار رو کردن ما نبودیم. ما همون موقع هم میگفتیم اینطوری باید بشه، اینطوری بشه که دیگه فکر کنی یه فیلمی که سه روز در واقع مثلا توی شهرستان اجازه اکران پیدا کرده، توی تهران 20 روز بیشتر نتونسته توی پرده باشه، تو مشهد 2 روز بیشتر نشده نمایش بدن و همه در واقع ریختن و در واقع جلوشو گرفتن سینماها و کتککاری و اینا، بعد می از تلویزیون پخش میشه. بله دیگه، من همینی میخوام بگم. ببین آدم برفی توقیف شده بود، یکی از سرمقاله نویس یه روزنامه نوشته بود اگه آدم برفی اکران میشد مردم میریختن آتش میزدن. آدم برفی اکران شد پرفروش‌ترین فیلم تلویزیون هم نشون داد. همه فیلمایی که روش مسئله بوده بعدن تلویزیون نشون داده مشکلی نیست. حالا من اینو میگم، من میگم حالا این ولی دیره دیگه. آره میگم آقا این درس عبرت اقلا الان این عبرت بگیرید. اقلا الان دیگه این رفتار رو نداشته باشید. الان به این فکر کنید که ممکنه اشتباه کنید. 10 سال دیگه ممکنه این تحلیلی که الان دارین میگین تحلیل غلطی باشه. این که دارین الان جلوی فیلمسازی یه عده رو میگیرین ممکنه غلط باشه، ممکنه بعداً لااقل پند بگیرید دیگه، یعنی ببینید آقا یه همچین اتفاقی افتاده ممکنه بعدا هم اینجوری نشه. اصلا اینطوری نیست دیگه. الان مثلا با همه این احوالات شما فیلمنامه میبری رد میکنن، یعنی فیلمنامه میبری میدی ساترا میبری فیلمنامه میدی رد میکنن، کلن رد از بن، یعنی اصلا این چیزی که تو آورده غیر قابل نمایشه تو رد میشه، یعنی غیر قابل نمایشه دیگه تو جمهوری اسلامی. الان کار دیگه داریم میخوای بسازیم. ما الان داریم روی فیلمنامه یه سریالی کار میکنیم که خیلی نویسندش فیلمنامه خیلی خوبی نوشته، یعنی فیلمنامه جذابیه، بعد مخاطبینش مربوط میشن به نسلهای مختلف، اینش هم برای من جذابه، یعنی کاراکترهای اصلیش از یه نسل نیستن، از نسلهای مختلف هستن. اینم یعنی در واقع مخاطب رو، همه جور مخاطب رو مینشونه برای دیدن و تقابلی که اینا با هم دیگه دارن، این نسلهای مختلف. به نظرم کار جذابی داره که فعلا تو مرحله بشه بگین مش خانگی. بله بشه میگم ولی فعلا تو مرحله اول رد شده توی ساترا. حالا داریم تلاش میکنیم که ببینیم دوباره اصلاح کنیم. آره دیگه، بعد نمیدونم چی کار باید بکنیم که دوباره ببینیم. وقتی یه چیزی رد میشه یعنی اینکه کنفیکون دیگه. خسته نباشی. خیلی متشکرم که اومدی. برات آرزوی موفقیت. خیلی ممنون، متشکرم. همیشه موفق باشی. فیلم خوب، سریال خوب که ساختی. خیلی متشکرم. تماشاگران عزیزی هم که این برنامه رو تماشا کردن ممنونم.